اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام، صبح بخیر خدمت شما. ما موضوعی که امروز خدمت شما هستیم، بحث آسیب‌های مهدویت تو درسنامه‌تون زمینه‌شناسی جریان‌های انحرافی در مهدویت، فکر می‌کنم درس دهمتون بشه. محضر شما عرض کنم که خب چون من روی این بحث زیاد قبلا صحبت کردم و راجع به فرق وقت صحبت میکردم مفصل، حالا اینجا بیشتر فرق زاله ایست که در حوزه مهدویت به وجود اومده، اونها بیان خواهند شد. محضر شما بزرگواران. و سعی میکنم چارچوب درسنامه شما رو حفظ کنم. من تا حالا جای نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه، اینا رو توضیح خواهم داد خدمت شما. ببینید، من خودم دوست ندارم هیچ وقت راجع به یک مسئله اول آسیباشو مثلا بیایم بگیم، یعنی چون اصل بر اینه که اون مسئله هر چیزی آسیباش کمتر از اصلشه دیگه. خب مثلا شما یک کیلو سیب برید بخرید که همش خراب باشه که نمیخرید بیارید، مثلا اصلا به سمتش نمیرید. بعد مثلا 8 تا 9 تا سیب میخوای بخری ببینید مثلا یکیش دو تاش خرابه. این نحوه شروع کردن این نیستش که الان کل درس ها رو ببینید، ببینید در مجموع راجع به شما کلی به شما بحث های ایجابی یاد دادن، حالا اینجا میخوان یه چیز سلبی یاد بدن. یعنی یک بخش از مثلا یه درس از چنان 20 تا درسه، خب توی ذهن شما باید همینطور باشه، منتها اهمیت داره دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کوچکترین اتفاقی رو تو بحث های دینی مردم خیلی تو چشم میارن، دشمنم خیلی تو چشم میاره. فقط کافیه چه میدونم این همه آدم دزدی دارن میکنن، تخطی میکنن فلان، یک نفر با چهره مذهبی این کارو بکنه، عالم آدم پر میکنه. دیدی دیگه چی کار میکنن تو شبکه‌های اجتماعی؟ آقا این نمیدونم چم. بعد خیلی از اینها هم مثلا من رفتم خدا شاهده مسئول پرونده اون فردو پیدا کردم، یه جا سخنرانی داشتن گفتن ایشون مسئول همین پرونده است. ازش پرسیدم دیدم اصلا یک دهم ماجرا بوده، اینقدر بزرگیش کردن تو شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم چه از الفاظ رو اشتباه استفاده کردن، مثلا تعرض رو تجاوز مثلا ترجمه کردن که اینا خیلی با هم فرق داشته بود. اون تو تقریبا جوری که مردم از ماها ظاهرا انتظار عصمت دارن. باور کنید هر کاری که خودشون میکنن رو شما نباید انجام بدید. شما دیدید در همین فرانسه وقتی که شادی میکردن به خاطر برد تیمشون، تا سه روز داشتن جمع میکردن، آتشخال جمع میکردن تو خیابون. کسی نمیگه آه مهد آزادی، مهد لیبرالیسم، مهد تمدن، فرهنگ، چه اینا برای فرانسه نمیگن. از مرز مهران تا جایی که خودشون بنده خدا بتونه برسونه تو بیابونا چند تا قوطی پلاستیکی آب، هیچ صد آتشخالی وجود نداره. بیابونا بین دو تا شهره افتاده، طرف اومده سری اون آورده میگه آقا اینم محیط زیستم به پا، فقط زیارت نرو. یعنی چی؟ یعنی از زائران امام حسین انتظار دارن چی؟ انتظاری میره که از شهروندان فرانسوی نمیره. خوبه. انتظار دارن هیچ خطای صورت نگیره. فلذا اگر خطای صورت بگیره سرین و بولت و هایلایت میکنن تو چشم میارن، ما مجبوریم 10 برابر رعایت کنیم، 100 برابر رعایت کنیم. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. امام صادق فرمود مایه زینت ما باشید. دست از پا خطا کنید مایه آبروریزی ما میشید. ما باید حواسمون باشه. یک روایتی میخوندم از امام کاظم علیه السلام قابل توجه آقایون، راجع متعه بود، صیغه نوشته بود که این برای کسیه که امکان ازدواج براش فراهم نیست، میخواد به گناه بیفته، میخواد جلو گناه خودشو بگه. اینطور حضرت فرموده بودن. بعد حالا تو سخنرانی بعدی مفصلتر راجع به همین صحبت خواهم کرد، حالا ربطی به اینجا نه. بعد نوشته بود که بابا آقایون نرن با سر چپوندن تو آخر متعه صبح تا شب کاری بکنن که زنهاشون به کسی که این حکم رو داده بدبین بشن. چی شد؟ مثل برخی از آقایون که فهمشون از اسلام فقط چیه؟ 4 تا زن اسلام فهمیدن، که نمیگن آقا این حکم چه شرایطی بوده، تو چه مواردی این چیه میشه، خب تو چه مواردی چه اتفاقی افتاده. یک حکمی که جامعه فاسد نشه، به سمت زنا نره، نشه این کثافت کاریه که الان در برخی از جاها ما داریم میبینیم. این بوده، اینو بیاره تبدیلش کنی به چی؟ به وسیله برای زواق بودن خودت که هر کار دلت خواست بکنی.
ولو اسمش هم حلال، ولو اسمش هم حلال باشه. این نیست. میگه میدونی با این رفتارت باعث میشی برخی از خانم ها نسبت به دین بدبین بشن. ما باید حواسمون باشه تو عرصه مهدوی دست دست با خطا بکنیم. میگه اینا دیدی بسیار 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 بنده شما دیدید اون کسی که سخنرانی حقی رو گوش میکنن بسیار حواسم بوده که این رابطه چه میدونم استاد و شاگردی من با برخی به مراد و مریدی تبدیل نشه. اون کسی که نزدیکتر با بنده بودن دیدن فقط کافیه یه خورده حالا بندگان خدا ارادت دارن. یه چیز جالب بهتون میگم، تو دفترم اصلا یه جمله مشهوری وجود داره، بچه‌ها میگن یه نفر حالا یه لطفی داشته باشه یه عرض ارادتی هم بکنه همه با هم میگن نون بازو تو بخور. یعنی فقط کافیه مثلا یه لیوان دو دستی بریزه جلو من میگن آقا نون بازو تو بخور. منم خیلی دوست دارم، یعنی خودم دامن میزنم به این فرهنگ و آدم یاره خودم به یارو میگم بس بابا خوش بش جنب کن. میگم برای چی؟ برای اینکه این محل آسیبه، هم ماها باید رعایت بکنیم هم شماها. طرف یکی از این شهرها بودم، یه کاغذی از شب قبل سخنرانی مونده بود پیش من، پیش اینها مونده بود. آخر که من رفته بودم سوال مونده بود دادن که امشب ادامهشو بگم. این سلسله جلسات بود چند شب. این بند خدا که به من داد این آفتاب زد دیدم نوشته یا حسین، هشو جدا نوشته، چون سخنرانی منم راجع به شرح زیارت آل یاسین بود. میدونستم یک بحثی از توی اسمس ها منو اومده بود که به نقل از علامه طباطبایی میگفتن که آقا شاید یاسین همان یا حسین بی سره. حالا شنیدید چون این بند خدا تا این کاغذ به من داد بهش گفتم میخوام بگم توش چیه. بعد من دیدم دیگه این آفتاب زد ماشین، دیدم توش چه خبر. گفتش که بله. گفتم میخوام بگم توش چیه، بگو. گفتم توش نوشته یا یه یا حسین نوشته، هشو جدا نوشته. بعد خندید. بعد من جلوش باز کردم دید یهو دیدم بنده خدا چشاش مثل دروش شد مثل پیاله. بعد اینجی که میخندید. بعد شبش تو محل استقرار ما یکی دیگه شونو فرستادن، اون بچه‌ای که ما رو دعوت کرده اون اومد دیدیم یک کتاب عرفانی زیر بغلش گرفته اومد میشه ما نشست و گفت استاد. گفتم بله. گفت از عرفان بگو. گفتم عرفان چی؟ ما رو گرفتی ساعت 11 شب بلند شدی اومد اینجا حالت خوشه؟ گفت نه من که میدونم این مطالبی که شما تو سخنرانیات میگی اینا خیلی هاش تو برخی از کتاب ها اصلا گیر نمیاد، آقا ما رو هم وز کن. و فهمیدم یو یادم افتاد آقا ما با این شوخی کردیم، این مثلا جدی احتمالا گرفته رفته به این یکیشون هم گفته. آقا صبح ما نشسته بودیم یو این کاغذ توشو خوند. گفتم یا خدا ما تو بیا ببین جمعش. از اینا موارد فراوان دارم بخوام براتون ذکر کنم. یه بخش اون کسایی که تو عرصه مهدویت استادن محل توجه هن، این رو باید خیلی رعایت بکنن خیلی بیشتر. یک بار در من خواه حافظه تصویرم خیلی خوبه، همین الان یه سفری داشتم برخی از دوستانم رو همکلاسیم بعد 18 سال مثلا میدیدم بهشون میگفتم تو فلانی فلان. خب اونا منو بشناسن طبیعیه. خب من اینا میشناسن تعجب کرده بودم. سال دونم اول دهه 80 بود، رفته بودیم سبلان، فتح سبلان، اون موقع عصر جاهلیت ورزش زیاد میکردیم. بعد رفته بودیم فتح سبلان، اونجا یه روحانی بود جوونم بود، این با نعلین اومد بالا، هر کار شما کف شده بس کن. نه من گفتم بابا این که دیگه ربطی نداره بگیم مثلا لباس پیغمبره نمیدونم چه فیلم، با عبا عمامه همون کف شده همون نعلین و کوه اومد بالا. بعد تابستونم شما برید سبلان برف داره ها، فکر نکنید مثلا اونجا دیگه مثلا خبر، تا زانو از جا میرفتیم تو برف با نعلین بود. کار اشتباهی هم بودیم. آقا گذشت سالها بعد ما سخنران شدیم، دعوت کردن ما رو کجا؟ همین شهری که همینا بودن. بعد کل مسئولین فرهنگی استانشون رو دعوت کردن، ما از صبح سخنرانی داشتیم تا شب، سه تا جلسه، یه دونه قبل از نهار، دو تا بعد از نهار. بعد که تموم شد اون بحثای فراماسونی رو اینجور چیزا هم بود، همون موقع هم تم مهدویت داشت دیگه، تم آخر زمانی داشت. وقتی من پایین گفت آقا ما برای ظهور باید چیکار کنیم، چی توی مایه از ما پرسید، تا نگاش کردم دیدم همونه. چند سال گذشته خب من تو ذهنم مونده بود و بهش گفتم ببین حاج آقا
آدم میتونه با نعلین هم بره سبلان فتح کنه، اما خوب آماده کنه خودشو برای این کار، پوتین پاش کنه، وگرنه محل آسیب میشه. خب اینو که من بهش گفتم، بند خودم چه دستش دست من بود، اصلا وارف. بعد ما رفتیم همونجا تو زیر زمین استانداری اونجا نماز بخونیم، دیدم این شروع کرد پیچ پیچ کردن که آقا دور من میچرخیدیم جویا آزا بسید جلو نماز بخون. نه آقا ما نماز اونجا شکسته است دیگه. نه من جلو تو باید جلو بایستی نماز بخونیم. بعد دیدم این فاز و فضا یه سفیدم، اما کجای کاری، من خودم تو اون تیم بودم، من باید شوخی میکردم، حتی نشون به اون نشون برف نشسته بود روی ریشات، این سرد بود هوا چیز زده، گفتم رو سفید کردی حاج آقا، گفته قصه شما قصه امت ما رو سفید میکنه و باورش نمیشد. ما باید بشیم گفتیم به خدا به حضرت عباس ما کاری نیستیم، شوخی باید کردیم. نه علما رو قبول نمیکنن، رد میکنن میره. چی میگی؟ از اینا فراوان میتونم بهتون میگم تو این چند سال گذشته به صورت جدی بنده باهاش مثلا برخورد داشتم. باید مراعات کرد. خیلی از امام زمان بر ما نقل قول میارن. مثلا آقا ما دیشب آقا صاحب زمان رو در خواب دیدیم، پیغامی داشتن برای شما فلان. خب خواب دیده واقعا؟ این نیست دروغ باشه، خدا نکرده خواب دیده بنده خدا. من تو صحبت سر اینی که منم حالا چیزی نمیگم چون حجت نیست دیگه اون خواب. ببین یه موقع از خواب شما مثلا شما شب خواب میبینی که صبح بلند شما مثلا سوره یاسین رو بخون، حالا بخون من باشم میخونم شما بخونید. یه موقع از شب خواب صبح بلند میشه میگه که آقا نماز تو نخون، ولی پیغمبرم تو خواب میگه، شک نکنه خواب شیطانی. یه موقع از اینه، یه موقع دیگه من یه دیر پدر سوخته بازی در میارم، یه خوابی من خودم تعریف کرده بودم اونجا، من چیزی نمیگم تو من. یه موقع بر من سوال شد که آقا میلش به ظهور بیشتر یا ما؟ عقل میگه چی؟ دین میگه چی؟ امام زمان. وقتی امام صادق منتظر اون دورانه، وقتی امیرالمومنین میفهمه شوقا لرؤیته، میخواد بگه اون فضا فضای خاصی است، فضای پس از ظهور. این که دنیا میخواد پر از ظلم و جور شده باشه قبلش و پاک بشه، پر از عدل و قسط بشه، کیه دوست نداره باشه؟ مگه میشه فهمی که ما از ظلم داریم و فهمی که امام زمان از ظلم داره؟ معلومه اصلا همین الان باز من بپرسیم میگم چی؟ معلومه امام زمان. وقتی اهل بیت گفتن بعد شما خواب میبینی خوابی شبیه اینا میبینی که اینو تایید میکنه، خب این رویای صادقانه است، هیچ ایرادی هم نداره، چون کار خاصی نمیخواد بکنه، متوجهی؟ اصلا این خوابه اینجا کار خاصی انجام نمیده، یک مقومه، یک مؤیده، تایید کننده است، دلت آرومتر میشه، لیطمئن قلبیه. این خوابه هم نبینی باید همون کار رو انجام بدی. بعد دیدم یکی از این منبری ها رفته بالا منبر تو همین تهران تو یکی از حیاعات که رایف پور میگه من با امام زمان در ارتباطم. ببین انسان باید مریض باشه ها، یعنی اون صوت کجاش همچین چیزی در میاد ازش. بعد فهمیشم از ارادتمندای هاشمی رفسنجانیه. بعد دیدم بعضی از سخنرانی هم انتقاد داریم با آقای هاشمی، ناراحت شده گفته خب چیکار کنیم، گفته خب اینجا شروع کنیم به زدن. فراوان میارم مثلا خواب تعریف میکنم، میام دست شما درد نکنه، ممنون لطف کردید فلان، تو پر طرفم نمیخوام خیلی بزنم دیگه. خب بعد میام دست شما درد نکنه، حالا اگه دوباره آقا اومدن به خوابتون بگید مستقیم به خودش بگید دیگه، حالا واسطه نذارید دیگه چه کاری. و خود امام زمان عجل الله هم بیا تو خواب من بهم بگه این کارو بکن، من نگاه میکنم ببینم با محکمات و مسلمات دینم جور هست یا نیست. خدا شده زمان که این جعفری تبار همه ملت زنگ میزدن ازش استخاره میگرفتن، من میگفتم من به ایشون بدبینم، با محکمات و مسلمات دین جور نیست. هست دیگه، حالا دوستانی هستن دیگه، از روحانیون هم هستن، از علما هم هستن که من باهاشون بحثم میشد، گفتم پیش این آدم استخاره نگیرید، این داره نیت خوانی میکنه، این به واسطه جن داره این کار انجام میده. چرا؟ چون من رو بحث فرق کار کرده بودم، دشمن شناسیم قوی بود، این آقای نبود. میرفتی قوم میدیدی 1200 تا روحانی نشستن پا روزش، روزه میگرفت بر حضرت زهرا، 1000 نفر آدم میرفت. بعد چیا از سو اونجا زد بیرون؟ کثیف‌ترین فسادهای ممکن.
که به مخیلتون نمی گنجه. ادعای الوهیت نمیدونم چه اصلا باور نکردن. بعد متاسفانه یک سری از آقایان هم میخواستن واسطه بشن که این باش برخورد نشه، که برخورد قاطع هم با این آدم صورت گرفت. حالا تو بحثا هست که یک بخشی از این جریانات به وجود میاد به خاطر اینکه از برخی از آقایانی که خواص هستن سوء استفاده میشه و اون خواص هم به جاش و به موقعش نمیان وسط، سکوت میکنن. ببینید در روایت داریم میفرماد لعنت خدا بر این کسانی که خواصی که سکوت میکنن این موقع و حالیشون نیست به خاطر سکوت اینها، چه فتنه ای دنیا رو میگیره. هزاران نفر مردم چی میگن؟ آیت الله فلانی قبول کرد دیگه، ما کی باشیم؟ شما سر این شرکت های هرمی تا بحث میکردین شهری نیست، برای دستخط میابردن میرفتن جعل میکردن، یه توش که کارشو به جعل کشیده بود، یا یه جور دیگه سوال رو میپرسیدن برای یه مسئله دیگه، بعد اینو برای یه مسئله دیگه ارائه میدادن. آقا آیت الله فلانی مرجع تقلید اینو قبول کرده، شما چرا مثلا فلان؟ همون موقع کار ما این شده و تماس میگیریم دفتر مراجع گفتیم آقا اداره از اسمتون سوء استفاده میکنن، این اینه، این شکلی دارن میگن. بعد حکم قطعی میگرفتیم اونو انتشار میدادیم، کاری که بعد دفاترشون انجام میدادن نمیکردن، چون حواسشون جمع به این مسائل دشمن شناسی نبود. ما بعد اینجا حواسمون جمع، آقا از اسم دین اونجا سوء استفاده نه، چرا؟ چون نگران خود دینیم. پس در درجه اول یکی باید خود ما کسانی که توی بحث مهدویت تو چشم میایم مواظب باشیم، که شما دارید دوره‌ای میاد همش اتفاقی بیفته دیگه، شروع میکنید از همین موقع که همین کلاس‌ها رو دارید میاد الان تو خوناتون شروع کردید بحث کردن راجع به مهدویت. میدونستین راستین حدیث اینجوریه؟ میدونستین سندش اونجوریه؟ میدونستین مطلب در مورد اون زمان اینجوریه؟ دست خودت نیست. آدم وقتی علم داره شروع میکنه ریزش کردن، طبیعیه. خب حالا از الان به بعد دیگه نگاه به تو یه چیز دیگه است، حواست باشه نگاه به شما یه چیز دیگه است. الان از الان به بعد دست با خطا بکنی بیا فردا اون آقا تو خونه خود بعد صحبت کنه، خانومش میگه نمیخواد کلاس امام زمانی بری، خدا اخلاقتو درست کن. امام زمان بده اونجا کلاساتون بهتون یاد نمیدن یکم خوش اخلاق باشی به خانوما؟ اینا میخندن چون میدونن چی کارن دیگه، اینا جنسشون همینه، شیشه خورده داره. بعد حواسا جمع بشه، یا برعکس نمیخواد پاشی بری کلاس امام زمانی، بشین کار خونت مونده رو زمین، بچت اینجا مردم فلان، قضات نونم چیکار نکردی بلند شد رفتی کار امام زمانم راضیه. مثل بنده خدا ما تماس گرفته بود میگفتش که استاد تو رو خدا بیا یه صحبتی برای این خانوما کن. گفتم چه؟ میگفتش که هیچی دیگه، صبح و شب این خانومم شده تو اینترنت چرخیدن و به زعم خودش کار فرنگی کردن، شوهر بدبخت اومده خونه یه لقمه غذا نبوده. من گفتم خب گشنمه؟ میگفت تو برات تو یخچال چیز بردو بخور، مثلا یه چیزی مثلا نون پنیری یه چیز از شام مونده باشه اینا. بعد میگفته بابا این چه وضعشه؟ این گفته ببین زمان جنگ یه عده بودن نون خوش میخوردن اینا، چه بعد الانم جنگ نرمه، خب تو هم یه خورده مثلا بشی کم سنگ ببن. اینا باید تعادل داشته باشه، از این به بعد بیشتر حواستون باشه. اینو تو این درسامتون نیومده، اما اصل اینه که از این به بعد شما سنجاق میشید به عبای امام زمان. کار اشتباه انجام بدید میگن اینا همینه. بعد از این کلاسه باید اخلاقتون بهتر بشه، رفتارتون با مردم آروم آروم متفاوت بشه و تأثیر بگذاره دیگه. اینم وظیفه کسیه که داره تو عرصه مهدویت به صورت ویژه کار میکنه. یک سری عوامل ما داریم پدید آورنده این اتفاقا، یعنی موجب میشن پدید بیاد، یک سری عوامل موجب دوام این میشه. ممکن چیزی پدید بیاد اما مانا نباشه، سریع از بین بره، اما برخی از این جریانات و فرقه ها میمونن. اون یک عوامل دیگه به اونها دامن میزنه که من خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. اولا این بررسی هایی که نشون صورت گرفته واقعا در طول تاریخ اینه میگه که این فرقه ها زمانی به بیشتر به وجود اومدن که دقیقاً آتش مهدویت بیشتر بوده، دقیقاً یعنی طالب بیشتر شده تو مهدویت. هرچی این طلبه مهدویت بیشتر باشن
به تبع اون اصلا درصد هم بخوای بگی خطاها هم بیشتر میشه. ما باید کار مهدوی رو گسترش بدیم، از اون طرف جلو خطاشو بگیریم، هدف همینه دیگه. ما یه برنامه هم داریم اون مؤسسه برگزار میکنم مثلا احیای نیمه شعبان، یه برنامه که بیسش احساسه، اما حواسم به این ورم هست که بیسش چیه؟ علمه. اونجا هم حواسم بوده تک تک سخنرانا کی میخوان بیان کتاب آماده بشه، به سخنران بگی باید تو این موضوع صحبت بکنی، موضوع مشترک کل کشوره، تو صحبتات این سرفصل‌ها باید بیاد، مثلا زمان بحث سوریه بوده برای تک تک سخنران کل شهرها متنش هم خود من نوشتم، برای مرکز تخصصی بنده نوشتم فرستادم. من مثلا اشاره به شهدای مدافع حرم حتما باید بشه تو صحبتاتون که بفهمه مخاطب مهدویت انقلابیه، اتوش حجتیه و جریان اینم چی و چی و این فرقه و این اون داستانا در نیاد. نو بل لحاظ کرد. اینکه هر موقع آشفتگی های اجتماعی و اقتصادی زیاد شده این فرقه ها بیشتر شده، چون مردم نیاز به آرامش دارن، یه بخشش هم اینه. مثلا شما نگاه کنید تو عصر قاجار ما از این داستانا زیاد داریم، مثل ماجرای باب. چرا؟ چون عصر قاجار واقعا عصر بلبشویه، دشمن میاد سوء استفاده میکنه، یه کسی مثل علی محمد بابا علم میکنه، منتها علی محمد باب یه آدم تنهای خودش نیست، یک جریانی رو سر کار میاره. وقتی فضا سخت میشه مردم انتظار منجی دارن، منجی گرایی بیشتر میشه و احتمال سوء استفاده از این فضا بیشتر. مثلا الان دقت بفهمید تو نظرسنجی که در خاورمیانه قرار انجام شده، افغانستان و عراق بیشترین میل به منجی گرایی رو داشتن. البته نظرسنجی در ایران صورت نگرفته، مؤسسه پایا انجام داده، یادتون باشه همون سخنرانی احمد الحسن الیمانی یمانی دروغین هم 4 سال پیش بود، کی بود ازش مقدمش اینو بحث کردم براتون، 72 یکیش بود و یکی 80 نمیخورده درصد. یعنی چی؟ این حمله آمریکا، اون کشتار، اون بلبشویی که بعدش به وجود اومده، میل به منجی خواهی رو بیشتر کرده. برای همین هرچی دنیا سیاه تر بشه این شیطان گور خودشو داره میکنه، هرچی سیاه تر بشه میل به منجی بیشتر میشه. شیطان اینو فهمیده، خلأشو با چی پر میکنه؟ با معنویت قلابی. آخرین آماری که گرفتم 17,000 تا فرقه تو دنیا داریم، روز به روزم بیشتر خواهد شد. یه جوری میشه که هر کس بسوش یه فرقه بزنه، هر کسی پیغمبر خودش بشه. اینو باید دقت کرد. زیاده خواهی هم یکی از عوامل این جریان هایی که در واقع صورت میگیره. مثلا خدمت شما عرض بکنم که طرف به اون نه اون فرده که در واقع مرید این جریان میشه و نه اون مرادشون، نه اون قطب فرقه، در واقع اینها قانع نیستن به یک سری مسائل. مثلا اینکه آقا ببین بالاخره من شما بفهمیم که آقا امام ما در حجابه، درسته؟ انتظار این که همه ما بتونن امام زمان رو ببینن در عصر غیبت دیگه انتظار چیه؟ دوره دیگه، دور از ذهن واقعیتش. این که اگر هم دیداری صورت گرفته موارد نادر بوده، متوجهید؟ و بعضا اینم به شما بگم، بعضا برخی از این افراد باز هم خود حضرت رو ندیدن، اون 4 نفر دور حضرت رو دیدن، اوتاد رو دیدن، این افراد دیدن تصورشون بر این بوده امام زمانه، چون به یک بار دیدن یه چیزی گفته بعد برگشتن دیدن نیست و گفتن لابد امام زمانه. میخوام بگم حتی چون حضرت تو یک زندگی کاملا امنیتی داره زندگی میکنه، چون یخاف القتل در روایت داریم که از اصلی ترین عوامل غیبت، ترس از شهادت حضرت وجود داره. حالا ما بیایم این مسئله رو تو مردم عمومی بکنیم، خب یک زیاده خواهی به وجود میاریم، همه بخوام امام زمان رو ببینن. بعد این مسئله به صورت منطقی و عقلانی حل بشه که بله ما همه میگیم اللهم ارنا الطلعه الرشیده، آرزومونه، اصلا داریم تو وظایف منتظران این که خواهان دیدار حضرت باشید، اما از این طرف این فهم رو در خودتون به وجود بیارید که چی؟ هر کسی امام زمان شد دید الزاما خوب نیست، هر کسی هم ندید بد نیست. والا این اعراب جاهلی، این کسایی که اینطور خون به دل اهل بیت کردن، چش تو چش اهل بیت بودن، چشم تو چشم اهل بیت.
اینو متوجه باشین. بحث دیگر که مطرحه، عامل چهارم اینه که برخی از متون تاریخی که یا متون دینی عزم میخوام که بشه روشون، اینا باید اعتبارش سنجیده بشه، درسته؟ ببین مثلا یه مثال بر شما بزنم، یکی از منبری های عزیز در کشور ما یه کتابی اشاره کردن، معتان و خمسون العلامه حتی ظهور الامام المهدی، 250 تا نشونه تا ظهور امام مهدی، متعلق به فردی به نام آقای طباطبایی. خب بنده به صرفی که خب این آدم منبری خیلی معروفی ها، یعنی تو حوزه مهدویت هم صحبت میکنه، شما اعتماد میکنی دیگه. مگه اصلا نقل حدیث چی بوده؟ یه دقیقه گوش کنید، نقل حدیث چی بوده؟ میگه من از فلانی شنیدم. تا فلانی شنیدی یعنی بهش چی داشتی؟ اعتماد داشت؟ اصلا این نباشه حتما اونم باید کتاب به تو میداد؟ از یه جای این اعتماد شروع شده دیگه، درست شد؟ شما اعتماد کردی، همینجوری نقل حدیث کردی، بعد میگن اون آقایون رجالی هم میان که رجال حدیث رو بررسی کنن، میگن همین آدم خوبی بودن. حالا مثلا اینو نمیشناسیم کی اصلا خوبه یا بده، اینو که میدونیم نه آدم پدر سوخته. آقا این اصلا این نمیتونه از این روایت کرده باشه، اینا 200 سال فاصله دارن، میان اینجوری اینا رو بحث میکنن که بحث سند حدیث. میگم آقا خب این آدم قابل اعتماده، اون عزیز قابل اعتماده، هنوزم برای من قابل اعتماده. خب بعد چون او نقل کرده شما هم نقل میکنی، بعد میان میگن آقا چیه این اشتباه بوده، درسته؟ میگه خب باشه آقا این کتاب سند بگید نداشت، درست شد؟ شما نمیتونی که تمام شنیداتو از یه طرف صبح و شب بری چک کنی، که وقتی بعضی از خبرگزاری ها خبر رو میزنن مردم نقل میکنن، میگن خبرگزاری معتبریه، کوفت نیوز نیست آقا، یه خبرگزاری معتبریه. اون زده لابد چون حیثیت برای خود، اصلا تو امکان نداره که مثلا مگه ما خبرگزاریم که بریم بشینیم تک تک خبرها رو چک کنیم، نشدنیه. به ما هم گفتن اگه یه فاسقی برات خبر آورد فتبینو، درست شد؟ بررسی بشه، اگه آدم عادل و عاقلی آورد که یه اعتماد داریم. اما تو بحث مهدویت یعنی میخوام بهتون بگم یه خورده بیشتر سخت بگیرید، بیشتر چک کنید. ببین الان من مشی خودم همین شده دیگه، یعنی اینقدر یه چیزی رو زنگ میزنم با این دوستان بالا پایینی برام میکنم که داد اونا رو هم در میارم. برای چی؟ برای اینکه دو بار سه بار همینطور اعتماد کردیم و دیدیم نه اون مثلا حالا نه، یا اختلافی بود. بعد تو حوزه خیلی داریم بحثایی که این آقا قبول داره اون که آقا قبول نداره. همین الان این سخنرانی که کردم به عنوان عروس زهرا در مورد نسب مادری امام زمان، همون روایتی که خوندم دیگه، چقدرم بحثی هم ترین که این روایت احتمالاً اون روایت درست همینه، چند تا دلیل آوردم. برای اینکه همین الان در حوزه یکی از بزرگان هست قبول داره، یکی هست قبول نداره، اختلاف نظر بینشونه. حالا فردا شما به اونی که قبول داره استناد بکنی، اون میاد موتور تو میاره پایین اون یکی، خب بعد نمیگه که چون تو طلبه نیستی. اگر طلبه باشی میگه من نظر او رو قبول دارم، میگه اصلا تو نباید این کار میکنی، یعنی آسیب هم داریم که حوزه باید این حل کنه با خودش. و نمیتونه همه مردم که طلبه نیستن که مردم از یکی بشنوه. برای همین لازمه که کلاس مهدویت برگزار بشه. آقا این نظر ایشون بر این مبنا اینه، نظر ایشون بر این مبنا اینه. تمام شد. بعد نکته دیگه یه خوردم اینجا یه بلبشوی اینجا توضیح بدیم، انصافا یا بی‌انصافی هایی هم داره صورت میگیره. یک عده با شمشیر افتادن به جون روایات، تمام روایات دارن قلع و قمع میکنن. یک عده دیگه میگن بابا درسته شاید این روایت سندش مثلا به قوت اون یکی نباشه، خب اما اینطوری با روایت اهل بیت تا کردنم درست نیست. ببین این حرف حساب داره میزنه یا نه، اصلا یه چیزی دیگه بدتر از این نداریم که یه کذاب مفتر بنا به شما روایت نقل بکنه، غالبند و دروغگو بوده، اصلا می‌خواسته اتهام به اهل بیت وارد کنه. حالا یه سوال، این هر چی میگفته دروغ میگفته؟ اون نه دیگه، طرف باید 5 تا راست بگه که 2 تا دروغشو باور کنه. از قضا باید راستش از دروغاش چی باشه؟ بی بی سی باید 10 تا راست بگه مثلا یه دونه دروغ بگه که بتونه اعتمادو جلب کنه و نگه داره، نمیشه که عکسش بشه. میگه بله چون این دروغ رو گفته برای ما خیلی دیگه ما نمیتونیم قطعیت بهش بدیم. میگیم باریک الله آفرین، اما میریم سراغ مؤیدها و مقومها ببینیم کناش چیز دیگه ببینیم قرینه‌ای وجود داره یا نه. مثلا ما
صده ها روایات داریم در اهمیت و ثواب بیش از حد زیارت امام حسین، درسته؟ بعد یک کذابی هم یه روایتی ازش پیدا بکنیم که بگه که آقا من مثلا چه میدونم از امام صادق علیه السلام شنیدم که آقا هر کسی مثلا یه قدم به سمت حرم امام حسین بره مثلا چه میدونم بهش بر گناهاش میریزه مثلا. درست، کاری ندارم اون گفته، اما این با بقیه روایت ما چیه؟ جوره. تازه این یه قدم ما تو اون روایت صحیح خودمون یه اندازه یه بال مگس چشاش نمیدونم مثلا تر بشه، اون که خیلی بیشتره که، چون که صد آیات 90 هم پیش ماست. اینا رو لحاظ بکنه. یه برخی از کارهایی دارن میکنن انصافا اینا باید به نظر پاسخگو باشن. یعنی از اون طرفش مبادا هر متن مهدوی دستمون رسید بگیم درسته، این نیاز به بررسی داره عزیزان. قطعا در این شک نکنید مهدویت یکی از تارگت ها بوده برای جعل حدیث، ویژه تارگت بوده برای جعل حدیث، علل خصوص توسط تازه مسلمان شده ها، علل خصوص. یعنی ما مثلا در مورد دجال کلی اسرائیلیات داریم، کلی اسرائیلیات داریم که یهودی ها و مسیحی های مسلمان شده اینا رو وارد کردن. یا مثلا شما در مورد دابت الارض که تو بحث رجعت من بحث کردم، مشهد، حالا نمیدونم استاد رجعتیتون کی بوده، اینا بودین صوتشو میذارن میتونید استفاده بکنید. در اونجا وقتی روایت های اهل سنت رو میری میخونی کاملا دستت میاد که اینا متاثر از مسیحی ها و یهودی های مسلمان شده بودن. چرا؟ چون اینا در کتاب های خودشون در مکاشفات یوحنا مسیحی ها مثلا یک موجود دارن به اسم وحش، این اومدن با اون عمدن یکی کردن، در حالی که دابت الارض کاملا مثبت تو قرآن. بعد مثلا برید ببینید تو روایت اهل سنت میخونه اصلا مختون سود میکشیم، یه موجودی میاد بیرونم دماغش مثل توتیه، نمیدونم پراش مثل چی هست، این دیگه چی چیه تو زمین میخواد بزنه بیرون، در حالی که روایت صحیح محکم جوندار داریم که مراد از دابت الارض کس روی زمین میاد بیرون و منافق و کافر از هم تفکیک میکنه امیرالمومنین. تو شد این چی کار کردن؟ یا مثلا آمدن یک جایی دجال کتابای خودشونو با چیه ما یکی کردن؟ با منجی ما. دجال در کتابهای اونا گردن میزنه، خون میریزه. این پدر سوخته ها عمدن آمدن چیکار کردن؟ منجی ما رو اینجوری نقل کردن. برای همین فراوان میبینیم مثلا روایت نقل شده. عرض کردم توی سخنرانی 5 شب اینا رو من بحث کردم دیگه. 50 تا هولوش 50 تا روایت، یه نفرش مال یه فرد به اسم ابو سمینه. این یه امام زمان بید از هر 1000 نفر 999 نفر گردن میزن. خب کی برای کی میخواد امامت کنه ایشون؟ یعنی از 7 میلیون جمعیت کره زمین فقط چقدر میمونن؟ تقسیم بر 1000، 7 میلیون. یعنی خود ما ایرانی هم یه 73 میلیونی باید برن اگه فقط خود ایرانی ها بخوان زنده بمونن، بقیه جای دنیا رو آدم حساب نکنیم. یک نگاه اینجوری هرزگردی بری بکنی تو روایات، یه نگاه هم بیای با شمشیر بود. من هر دو تا اینا رو غلط میدونم. حالا آقایون میخواد بشون بر بخوره بخوره چیکار کنم؟ مثلا مهمترین در امکان یک چیز وقوعشه. مثلا شما میازد میپرسن که آقا ممکنه یه وقت هوا تاریک هم بشه؟ یه داداش قاطی کردیم، هر شب تاریک میشه دیگه. یه جوری میگه ممکنه تاریک بشه، مثلا یه موقع میگه ممکنه آدم اینجا بال بزنه بره بالا، این محل توجهه. خب ممکنه این وقت تشنش هم بشه، یعنی حالش خوش نیست، وردید ببریدش. برخی از این روایات محقق شده، یعنی نشونه ظهوره محقق شده، اینا هنوز دارن سندش رو بررسی میکنن. چی شد؟ هنوز دارن سندش رو بررسی میکنن. یک روایتی در مورد داعش از امیرالمومنین نقل شد، علی جمعه نقل کرد، او هم با چه آب و تابی تو این اهل سنت هم خیلی چرخید. فرداش شبکه اعماق داعش اومد روایت رو گفت این مشکل سندی داره. روایت هم از جانب اهل سنت، مال ملاح مفتن بود، از جانب اهل سنت نقل شده بود، گفت این مشکل سندی داره. پس فرداش یه سری از عزیزان توی ایران مصاحبه کردن که مشکل سندی داره، یعنی همراستا با داعش. اینکه یه بحث علمی رو بیایم خودمون بگیم درسته ها، یعنی همین از یه بحث سندی داشته بیاد بحث علمی کنه، اما نه مصاحبه اینجوری. من با این مشکل دارم. یا تو بحث روایات
موارد متعدد من خودم برخوردم که حوزه تخصصی خودم حوزه یهود بوده، موارد متعدد. مثلا پیامبر تو میفرماد که نام من، ابوبکر ازش میپرسه میگه نام شما در تورات چیه، انقدر میگه اسم من تو تورات هست. پیامبر میفرماد معد معد. جالبه ابو، ما نمیفهمیم پیامبر اینو فرموده ها، پیامبر ابوبکر میگه وقیل و او گفت، ابوبکر گفت مل مع 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 دیگه چی چیه؟ تو پیامبر من اسمم تو دولت معد معد، میگه مع مع دیگه چیه؟ جالب، ما نداریم پیامبر چی فرموده، اما از جواب ابوبکر میفهمیم که چی مع مع داره میگه ابوبکر، اما در تورات نام پیامبر چیه؟ معاد معاده. یعنی پیامبر به این گفته معد معد، این چون این کلمه براش غریب بوده تا حالا نشنیده بوده، گفت معد معد دیگه چیه؟ کسی هم حدیثو نقل کرده معد معد نقل کرده. من و شما همین الان مثلا کلمه ایکس مثلا غریب برای شما بگم، یه بارم بیشتر تکرار نکنم، شما همتون هر کدوم یه چیزی نقل میکنید و خود شما میشه راوی حدیث. آقا اینا آدمای درستی هم بودن، همشون کلاس معدبیات میرفتن، حدیثش سندش خوبه، حسنه حداقل. متوجه شد چی شد؟ این نیاز به درایت الحدیث داره. بریز زوم کنی و چرا، برای چی، برای چی این کلمه اینطور نقل شده؟ یا مثلا امیرالمومنین داره نام خودش رو در ادیان مختلف و جغرافیاهای مختلف نقل میکنه، میگه من در فلان کشور اینم، در فلان کشور اینم. مثلا میفرماد روم و جدا میگه، بعد این طرف ایران میگه این دل فروس جبتر. خب بعد اینا فهمید بررسی میکنه میگه بابا اون اسمای دیگه میبینیم خدایان اون کشورهان. خب این جبتر اصلا مثلا مرحوم علامه مجلسی روش نمیشه جبتر، یعنی باز شکاری. من تو هیچ جا گیر نیوردم باز شکاری، رو چه حساب مثلا ایشون فرمودن. خب اما ممکنه این اندر روم بوده، اندر روم هم آورده قاطی کرده و اون کسی که داشته نقل میکرده میگه که خب گفتش که ببین تو تهران آقا نماینده ما تو تهران فلانیه، تو ایشیراز فلانیه، تو همدان فلانیه، 20 تا اسم گفته دیگه. قلم کاغذ بیخی جیبشون که نبود، مثلا الان تو گوشیش سری تایپ کنه طرف، که کاغذی نبود، اصلا رو پوست می نوشتن. تا این تو ذهنش نگه می داشت، می رفت خب این جبتر مال کجا بود، مال رومیا بود یا مال فارسا بود؟ نه این مال فارسا، اندل فروس جبتر. میگه آقا شاید این اشتباه نوشته، اندر روم جوپیتره، منتها چون عرب جوپه نداره میشه چی؟ جوپتر. خب ببین اینا نیاز به تحقیقهای بیشتر داره، نشد که تو روایت یه چیزی خود کج و کله شد بیه کلن بذارش کنار، که بیا آقا ما این کلمه نداریم، خواهی مال ما نیست، خداحافظ شما. برخی از روایت هم نقل کردن و انصافا انقدر خوب طرف نقل کرده جیگر آدم حال میاد. میگه سری از این خراسانی ها مشهدی حواسشون جمع باشه، میرفتن خدمت امام صادق، امام صادق تا اینا رو دید یه عبارت عربی فرمود که روایت همجا عربی داره میگه. اینو تو کانال ادیان و فرق و قومیت های مساف، ادیان فرق و قومیت ها افق گذاشتیم، عکس کتاب هم گذاشتیم، خیلی جالب. بعد تا حضرت اینو میفرماد اون برمیگرده، اون مشهدیه به قول خراسانیه برمیگرده میگه که بل فارسیه، میگه فارسی بگو من متوجه نشدم شما چی گفتی. اینجا امام صادق جمله فارسی میگه، اون کسی که نقل حدیث کرده عیناً نقلش کرده، یعنی احتمالاً بعدش سپید شده رفته گفته آقا این جمله رو بگو مثلا من یاد بگم. میگه چی؟ هر که درم اندوزد جایگاهش دوزخ بود. امام صادق عیناً این کلمه فارسی رو فرموده، و این از معجزات اهل بیت که به زبان هم. و جالب خیلی دقیق این جمله، یعنی نگاه کنید، آن که فارسی درم اسم اون واحد پوله هر چی که هست، اندوزت فارسی، جایگاه فارسی، دوزخ فارسی، بودم فارسی، فارسی فارسی هم نقل کرده. خب حالا یه نفر اینقدر، یا مثلا تو اون روایت دیگه هست تو ملاهم فتن، میگه وقتی ایرانی ها، وقتی یه قومی هم میریزن تو بیت المقدس، تو روایت داریم میگه میریزن تو بیت المقدس، اینا صهیونیست ها رو قلع و قمع میکنن، ما نمیدونیم اون قوم کجایی هن. تو روایت یه نقلی شده، میگه چی؟ میگه اینا وقتی میریزن اینا پشت سنگا و درخت ها قایم میشن، بعد اینا رو پیدا میکنن پشت سنگ و درخت، نمیتونن قایم. حالا یه تکنولوژی داره، راداری، پهبادی، من نمیدونم اونو. حتی تو بعضی جا اومده که میگه خود درخته و سنگه میگه این پشت منه، این یعنی چی؟ باید فکر بشه روش. مثل اون موقع که میگفتن کف دستتون رو نگاه میکنین خبر زور آموزا میبینین، نمیفهمیدیم یعنی چی، اصل روایت رو زیر سوال میبردیم، نمیفهمیدیم، ما نمیفهمیدیم با روایت چی کار داری.
بعد میگه که مثلا و یقولون بینهم، اینا با هم دیگه وقتی دارن حرف میزنن میگن بکش بکش، این تیکش به زبون دیگه است. خب میفهم اینا فارسن دیگه، فارسن که یعنی فارسی حرف میزنن، یعنی یا ایرانیان یا افغانستانیان یا تاجیکستانیان، یه همچین چیزی محتمله دیگه، خیلی محتمله. حالا با این کار ندارم، الان در عمل چه اتفاقی افتاده؟ دشمن اصلی اسرائیل کیه؟ مای اینا باید دقت بشه، محل توجه، محل فکر، باید هر کدوم از این رو باید به خدا من کاری نیستم، اگه من یه کاری تو حوزه بودم یا تو دانشگاه یه کاری بودم اینا تک تک پایان نامه میکردم، هر یه روایت رو. این همه آدم هر روز رو فارغ التحصیل میشدن چیکار میکنن؟ هر موضوعات تکراری بی خود دارن همچی کار میکنن. چه چیزی مهمتر از همین مفاهیم و مسائل برای خود ما؟ بیایم رو اینو، پس اول باید به منابع اصولی درست رجوع کرد. بعد این بعضی این چیزا هم شما 100 سال دیگه هم یاد نخواهید گرفت، چون اصلا درس حوزه نخوندید، منم یاد نمیگیرم. من که الان اگر میبینید یه چیزی انقدر رجوع کردم دیگه دارم خودم راه افتادم، خب و الا تو همین بحثا مثلا من استاد رجال در قم سراغ دارم بهش زنگ میزنم میگم این روایت نظرت چیه. شده من با یه استادی صحبت کردم، یک فردی رو قبول داشته، یکی دیگه یه فرد دیگر قبول نداشته، بعد گفتم فلانی اینجوری گفته، او گفته نه اشتباه گفته، من گفتم آخر شماره‌شون دادم بهم، گفتم با هم دعوا کنید نتیجه رو من بگید لطف کنید فقط. تا یه هفته هم دعواشون طول کشید بود وقتی زنگ می‌زدم، قبول نداشت، این راوی رو قبول نداشت به دلایل اون میگفتش که نه تو اشتباه می‌کنی، تو این موضوع میشه ازش استفاده کرد. نه محل بحث، مثلا آقا من نمی‌تونم اسم ببرم برای شما، خدا شاهد نمی‌تونم بگم، متزلزل نشه عقایدتون، که طرف مرجع تقلید قومی ها بوده قدیم، اومدن پیشش گفتن بعد از امام جواد کدوم کی امامه مثلا، گفته من نشدم، بعد گفتم با تو که اونجا بودی که مثلا اینطور، بعد آخرش تاش در اومده 5 ماه 6 ماه بندگون خدا میرفتن میومدن از مدینه تا قم، ای برو ای بیا، نتیجه چی بوده؟ هیچی، ایشون رگ عربیش زده بوده بالا، میگفته من برام سخت بود یه عجم بیاد خبر امامت امام بده. این آدم تو بخشای عرب و عجم دقت کنید ازش رو باید نقل میکنید، اما بقیه چیزا آدم خوبیه. ببین همین الان بین خود ماها این شایع نیست، میگیم آقا فلانی در مورد این آدم بدبینه، اما آدم خوبیه ها، اما حساس شده رو این آدم، اون همینجور داره عادی هم رو میره، یه متلک به من انداخت، این الان میخواد لج منه در بیاره اینجوری راه رفت. این کلن آدم بدبینی نیست، سر این الان حساس شده، گیر قفلی زده رو این بنده خدا، درست شد؟ اینا هم هستش دیگه بابا، جوری مثلا این روایت با داعش جوره که علی جمعه به وجد اومده تو نماز جمعه قاهره، میگه خدا بیامرزتت ای علی باب علم پیغمبر، همسر فاطمه، پدر حسنین، همینطور داره القاب میگه، میگه رضی الله عنک، خدا ازت راضی باشه، خدا ازت راضیه، ببین چه کردی تو، مثلا ببینید چطور داعشو مثلا، خب یه سنی داره اینجوری داعشو میکوبه، ما نمیگم آقا چون حالا عقل ایجاب میکنم، آقا جورم هست بباید. اینا آدم هایی هن میان موهاشون بلنده، دلهاشون قویه و همینجور داعشو نترس بودن، مثل پاره های آهنه، اسماشون اسم شهراست، البغدادی، الشیشانی، الچچنی، همین اسم اینجوری بود دیگه. خب میگفت اینا کنیهشون اینطوریه، اسماشون اینجوریه، همینجا خیلی شبیه. بعد یه نفر بیاد اونجا بره با یه خبرگزاری مصاحبه کنه که آقا این نیست. حالا شما میتونی بری توی درس تخصصی، درس خارج مهدویت، توی اونجا بحث بشه مثلا یه چیزی بگی، یا توی حوزه تخصص مرکز مطالعاتش اینطور بگی. بعضی موقع ما گم میکنیم نکته رو. پس در مراجعه به متون، الان مشکلی که ما تو کشورم داریم اینه دیگه، یک عده بی محابا سراغ روایات میرن، یک عده هم شمشیر برشن، یعنی کلا نگاه میکنیم میگه خب هیچی دیگه، از امام زمان این مون که امام زمان میاد. یه عزیزی داشت روی حوزه مقاتل کار میکرد، بعد من خروجی هم داشتم، بزرگه، ما یه جا دیدیمش، گفتم شما از واقعه امام حسین و روزه ها فقط این مون، امام حسین رفت شهید شد، و چی گذاشتی بمونه تو؟
این روزه نه با دین در تضاد، نه با اصول دین در تضاد، نه با بقیه وقایعی که نقش شده در تضاد، جوره اصلا یک اتفاق خودتو برو تو اون فضا چیه نقل کردی الان؟ چه کنیم دیگه الان؟ اینا عواملی که به وجود می آورد، اما عواملی که اینو باعث میشه بمانه، یعنی استمرار ببخشدش، یه خورده پیچیده تره، چون اینا خطرناکتره. یعنی اون فرقه که موند یعنی جوندارتره، اینو باید بیشتر توجه کنیم. یکی اباحه‌گری و تکلیف گریزی تو اینا زیاده. مثلا طرف فرقه میزنه، بعد از یه مدت میگه آقا شما امام زمانی ها که دیگه، آقا شما که جز خواستید، وی آی پی شما باید باتون بررسی صورت بگیره، سی آی پی باید با شما بررسی صورت بگیره، شما اونجا نه، شما از اون در تشریف بیارید، بابا شما استاد هستید، چونی هم یعنی شما از اونجا باید بیایید. آقا این طرف گرفتی چی میره، همچی توهماتی میزنن. مثلا چی میشه آرام آرام، مثلا بنده خدایی که در خوزستان مدعی شد، اول یمانیه و بعد شعیبه و بعد خود امام زمانه و بعد پیغمبره و بعد خدا شد، و ما تو اون سخنه 6-7 سال پیش فیلمش هم پخش کردیم که سجده میکنن بهش دیگه، یه خدای کچلی بود. من خودم تو لپتاپم اون خدای کچل سیوش کردم که کلیپش گم نکنم. خب این مثلا چیکار میکرد؟ اباحه‌گرایی رو مثلا میگفت چی؟ بابا نماز نمیخواد بخون، وضو نمیخواد بگیر، عوض وضو مثلا یه بار چند بار بگی یا طاهر، پاک بشی. خب هرچی تنبله میرن. من فکر میکنم مثلا این اگه فرقش جا خوزستان تو شیراز میزد حتما میگرفت. آره نماز صبح نمیخواست باشی دیگه، همچه چشتو با میکردی؟ یعنی میگفت 10 بار 11 بار چقدر میگه طاهر 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 طاهر. خب این وضو بعد جا نمازم 4 بار نمیدونم چی میگفتی؟ الحمدلله نماز عجب خوب، خیلی خوبه که یاد اینجوری میگفتن. آره این کارا رو میکنن، میان اباحه‌گرایی رو باب میکنن، خطرناک. یادتون نره احکام شریعت بهترین چیز و دم دست در این چیز برای شناخت آدم های پدر سوخته است. احکام شریعت محرم نامحرم مشخصه، هیچ توجیهی نداره. درست شد یا نه؟ دیروز خانمی با مؤسسه تماس گرفته، بنده خدا در یک جای رفته یک کلاس هایی، اون استادش هم متاسفانه از این کلاسی که به اسم دکون دستگاهی رو انداختن که نمیدونم درمانگری و نمیدونم فلان، رفته اونجا، اون استادشون هم با 60 سال سن با ظاهر کاملا مذهبی از نبض تو بگیرم شروع کرده. بعد دیگه میگفته من جای پدر تو هم سرشو پیشونیشو میبوسیده آرام آرام، فهمیدی نرم. خب میگو توی بی پدر کجا پدر منی؟ پدر من یک نفره که به من محرمه. متوجه چی شد؟ این اداها اینا مثل خواهر برادریم، مثل ما برادر و خواهر. ببین الان مثلا گوش کن، برادر و خواهر، تو خواهر برادر تو اون دنیا نمیشناسی، درست یا نه؟ یوم یفر المرء من اخیه، این برادر محرم آدم باشه، اون برادر دینی که اون دنیا میشناسدت محرم نباشه. آها اوکی رو داد که هر غلطی خواستم بکنم به اسم خواهری برادری دینی کار شروع شد. هر جدیدی از احکام بعد به یک ماجرای دیگه بود، یک بنده خدایی، این متاسفانه خیلی دردآور بود چون آدم یک چهره کاملا متاسفانه موجه در جامعه داشت و خود من رفتم یه حال اساسی بهش دادم که به تمک سر جات شانس آوردین اومدم به من گفتن تمومش بکن و الا آبروی سد برات نمیمونه. الان هم خودم اومدم بهت گفتم به خاطر اینکه متاسفانه به خاطر وجهی که داری ممکنه به اعتماد عمومی ضربه بخوره. جا سن پدر من بودا، انصافا بنا داشتم یه دونه تو دهنش بزنم، یه فاصله میز زیاد بود نمیشد، گذاشته بودم تو پروژه بود، یعنی اینو میگم اونو میگم بعد یکی میخوام زیر گوشی یارو خب تا بفهمه دیگه این غلطو نکنه. از همین کسافت کاری ها کرده بود. اون کسی که متوجه شده بود اون چیز جالب بود، میگفت من از صبح با این آدم مثلا توی اون محل کارشون بودیم، میگفت یه روز دقت کردم دیدم نماز نمیخونه.
میگه میدیدمش دیگه، ببین از صبح تو این نماز نمیخون، این محل شک. میگه وقتی مهمون داشت یا حاج آقایی میومد یه چیزی میگه، سری دستی بالا میزد و یه وضو میگه، اما نماز نمیخون، این از محل توجه باشه. تو اصل دین تو محکام تو رعایت نمیکنی، یه باهگری دقت بفهمم. مورد بعدی، متاسفانه حمایت برخی از خواص باعث این چیز شده، یعنی چون اباهه‌گری رو باب میکنه، آدمای عوضی که دنبالن هم خر رو میخوان هم خرما، هر دوتا با هم دیگه میگن ای ولعجب دین ردیفی، ده بار میگیم طاهر، نه نماز، نه روزه، نه غسل، نه نمیدونم چی چی و فلان، همه چیش حل میشه. یکی دیگه هم که متاسفانه حمایت برخی از خواص بوده دیگه، مثلا تو همین جریانات مهدوی خیلی داشتیم، عرض کردم سر ماجرای جعفری تبار حکم برایشون اومد و برخی از آقایان متاسفانه در قم حمایت میکردن. این خیلی هم پیگیری کرد، نامه نوشت به رهبر انقلاب که بتونی حمایت از ایشون بگیری، چون قاطعانه فرمودن که بهش برخورد بشه. یعنی چی؟ ایشون اصلا تو این مسائل حمایت از این آدم و اون آدم ابدا نداره. شاید از عموم مردم یه حمایتی بگه، بگه آقا مثلا سر ماجرای توهین به امام هادی که صورت گرفت، پرونده رو بردن خدمت ایشون و گفتن ببین همچین چیزای، ببین اونجا خیلی عجیبه، مثلا ایشون گفته بود که اینا بچهای خودمان، اینا گول خوردن، اینا چی فریب خوردن، برید اون اصلیا رو پیدا بکنید. این نمیفهمین ببین اینا لچ کرده، ببین این فهم درستو میبینید؟ یعنی دنبال نیست که بگیری فلان. بعد رفتم بررسی کردم، دقیقاً همین بود، متوجهید؟ اما سر اینجور مسائل قاطعانه این خواص متاسفانه ضربه میزن. یک جا هم اسمش گذاشتن رأفت، میگن نه آقا گناه داره، آبروشو نبه. چی آبروشو نبه؟ آبرو برای دین نذاشته. یعنی امیرالمومنین که میگه فرماد خونه مؤمن آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتر، بقیه معصومان هم بفهمن فرق نمیکنه، انگار حرف امیرالمومنین دیگه یکیه. همون امیرالمومنین میگه که ابن حرمه رو بگیرید تو شهر بچرخونید، آبروش هم ببرید. برای چی؟ دزدی کرد، برای چی؟ رشوه گرفت. یک جای این مسامحه ضربه میزنه به دین، حواسمون باید باشه. این غفلتی که توسط برخی از خواص صورت گرفته تا الان کم نبود، متاسفانه سکوت کردن. عرض کردم حالا چون جو صحبت کردم، روایت داریم که میگه لعنت فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر اون کسی که اذا زهرت البدع، وقتی بدعتها ظاهر شد فی امتی، قرار بود این از علمش بره استفاده بکنه، نکرد، لعنت خدا بر او نگفت و این بدعت آرام آرام فرقه شد، یه داستان شد. سر باب همینجوری بود دیگه، یکی ده از علما متاسفانه اون موقع عیبی نداره، حالا درسته این، حالا این درست میشه، چه میدونم اشتباه کرد، یه غلطی کرد، اون لحظه مخ شکار افتاده بوده، یه چیزی گفته، بهاییت الان نتیجه اونه. اون آقایان هم باید بدونن همه این گناهایی که بهایی دارن میکنن یه کپی پیست هم براشون میذارن. بله بله، آدم بزرگی که شدی، خوب ثواب تونستی جمع بکنی، خطاهات هم چیه؟ بزرگه. زبیر شدی، سقوطت هم زبیرانه است. بله، ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نمونده از ما یکی از ما اهل بیت بشه، اما سقوطت هم انصافا سقوطی که امام زمان دید بالا سرت وایس گریه بکنه، قاتل و مقتول کلاه و ما فی النار، بگه این قطعا تو جهنمه. حواس باید باشه، هر کسی نمیتونه بره مجتهد بشه، هر کسی نمیتونه بره مرجع تقلید بشه. یه فتوا بدی بر مبنای فتوای تو یه میلیون نفر برن گناه کنن، دقت کن این رساله پر احتیاط واجبه، ترسشون از همینه دیگه. امام زمان احکامش احتیاط واجب نداره، چون علم محض ایشون، یا درست است یا غلط، نمیدونم درسته یا شاید درسته یا انشالله درسته، نداریم که. اینا به خاطر عصر غیبته، به خاطر اینکه دستمون از امام زمان کوتاه شده. نه، خودش نشون میده که لزوم وجود امام زمان همینه ها، یعنی هیچ وقت بر ما در عصر غیبت کسی بهتر از فقها نداریم، انصافا هم نداریم. ببین دنیا چه خبر، این فرقه ها رو نگاه کنید، مراجع شیعی رو مقایسه کنید، اصلا قابل قیاس نیستن. اما خب همینا اگه قرار بود همه احکام رو بتونیم بگیم، خب امام زمان می‌خواستیم چیکار؟ اگه دینمون قرار بود کامل کامل بدون هیچ ذره اشتباه و من خیلی از جاها منطقه الفراق سکوت اصلا صورت گرفته، هیچی نگفتن. آقا این چیکار باید بکنیم؟ مسائل جدید پیش اومد نمیدونیم. الان بحثایی هست در حوزه سر میگن سر آقا همین یک از دلایل گناه، اشاعه گناه مثلا چه میدونم جنسی در جامعه اینه که
برخی از بزرگان باید جاهای فتاوای صریح میدادن ندادن در مورد برخی از مسائل جنسی و این محل مثلا شبهه شده، محل دست نگه داشتن یه عده شده و چه اینو دقت بفرمایید. کم نبودن این فرقه هایی که مثلا سری میرفتن از یه نفر یه سند برات میآوردن. همین آقای علی یعقوبی یه برهی تا همین تهران شروع کرد جلسه گذاشتن و یه سری مسائلی میگفت، مسائل جدید بود، خب بعضیش درست بود، همون جایی که انحرافات داشت آرام آرام تأثیر گذاشت. من فیلمی رو میدیدم از یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت خارجه که نشسته بود تو جلسات ایشون اینجوری اینجوری میکنه، مثلا انرژی درمانی میکنه و خود همین آدم آقا فلانی پا منبرشه. همین جعفری تبار یکی از دلایلی که اینجور جذب میکرد همین آقایینی بودن که بهش رجوع میکردن و آقایینی بودن که ارجاع میدادن. این وقتی میدید میگه آقای فلانی میگه برو پیشون استخاره بگیر، یا چه حرف نمونه، تعارف نداریم. آقا به مسلمات دینتون رجوع کنید، به محکمات دینتون رجوع بکنید. بنده از کجا تونستم تشخیص بدم؟ اولا همیشه گفتم هندسه دین رو بفهمم. اینجا دقت کنید، این به معنی نیست اون آقا نمی‌دونه هندسه دین چیه، نه، برای اینکه بنده دشمن شناسی قوی بودم. همون موقع مثلا مشاور چند تا پروانه تو حوزه جنگیری و اینجور چیزا بودم، میدونستم این کاری که آدم انجام میده با جنم شدنیه، اما اونا فکر میکردن که نه. متوجه شدید؟ یعنی یه اطلاعاتی تو این زمینه داره طرف. چند وقت میشد خدمت یه از عزیزان رسیده بودیم، برگشت نشون فهمودن که آقا یه نفر با خودش آورده، یه روحانی جوانی رو آورده بود که اون روحانی جوانی کل این بنده خدا رو ترسونده بود. این از بزرگان در مورد فعالیت‌های مثلا ما مهدوی گفت آقا به کجا وصلی؟ وصل یعنی دینی به کجا وصلی؟ گفتم چیشو میخواید آقا خدمتتون بگم؟ توی مباحث شیعه و سنی به ایشون وصلم، تو بحث قرآن به این آقا وصلم، توی بحث اینتا همینطوری گفتم. معلوم بود اون بنده خدا خیلی گوش این خونده بود، بعد از چهرهش هم معلوم بود که اصلا حس خوبی هم نسبت به بنده نداشت، یه جوری به من نگاه میکرد که چپ چپ. بعد که ایشون داشت میرفت، من که خیالشون راحت کنم رفتم کنارشون، گفتم آقا اونجایی که شما هستید یه همکاری دارید؟ گفت بله بله. گفتم آقا من همین الان مشاور پرونده خود ایشونم، خب بهش بگید از این فرقه حمایت نکنه. یه بهش گفتم بابا اون کسی که میاد دست این فرقه رو میگیره قوری بررسی میکنه، اونا کسان که با خود ماها میان مشورت میکنن، خیال تخت باشه فعلا انشاءالله. خب خیالش راحت شد بنده خدا. بعد با اون بنده خدا جوانم که داشت میرفت گفتم شما بد میخوره شبیه فرق مرقا باشی و حواسو جمع کنه، شوخی هم باش کردیم، خنده ای که مثلا با فضای مثبت بده. بعد اینا حواس میشه این سوامات عوام زدگی نباید بشه. خب مواردی بوده که اصلا کار این آقایان به ساختن حکایات کشیده، داستان ساختن، قصه ساختن، نمیدونم آی آقا یه روز با آقای فلانی داشتیم میرفتیم یهو یه اتفاقی افتاد. حالا اونم تازه مثلا کار شیطانی بوده ها، یعنی کاملا با جن، یه نفر با شیطان در ارتباط باشه میتونه این کار انجام بده. بعد اینو دیگه یک کلاغ چل کلاغ کرده بود اصلا یه چیزی، آقا از توی کوه شطور بیرون کشید یا خدا. خب یک کلاغ چل کلاغ یعنی گنده کردن. اینا رو حواستون باشه. ویژگی های این جریانات چیه؟ این که عقل گریزی توشون هست. اگه آدم با عقل گرای شیعی اسلامی بره سراغ اینا حتما هزار تا سراغ سنبه پیدا میکن، هزار تا ایراد پیدا میکن. یه نفر این عقل گرایی یعنی اون اعتدال، وقتی بینید تو رفتار این آدم افراطه، ببینه چه میدونم تو رفتار این آدم تفریطه، این متعادل نیست. مثلا از این طرف سر یک سری احکام محکم یک میلیمتر، مثلا نماز اول وقت میشه انگار بمب اتم انداختن، بعد از اون طرف مثلا در برخورد با یک نامحرم انگار نه انگار چیز میشه دیگه، میگه نگاه کن اینجا چقدر محکم شده این و شله. توی فرودگاه بودیم یه بنده خدایی ما رو شناخت، یه عزیزی، بعد سلام علیکم نسبت به اوضاع کشور ناراحت بوده نسبت به ترسیمات برخی از آقایون،
بعد داشتم چه صحبت میکرد، صحبت این بود که 40 بودم و فلان اینجور چیزا، بعد یه بحثی داشت راجع به یه روایت هم برای من خون، گفت اینجوری نظرت چیه. همینجوری داشتم صحبت میکردیم دیگه نشست، یعنی تو اتوبوس پرواز شروع کردیم با هم صحبت کردیم، داشت ما رو برمیگردون از هواپیما سوار اتوبوس میکنن تا بیان تو ترمینال. رسیدیم که نماز شده بود، نماز شده و گفتم آقا داشتیم خودمون خب بریم نماز بخونیم، منم خب بریم نماز بخونم. وقتی رفتیم اونجا خدمت شما عرض بشم و وضو گرفتیم، ایشون وایستاد فرادا نمازشو بخونه، من رفتم اقتدا کردم. جوونی هم بود. بعد که نماز تموم شد برایش آقا چرا اینطور فلان، بعد خیلی هم اصرار داشت که به بنده استاد اخلاق معرفی کنه. گفت استاد اخلاقت کیه استاد؟ گفتم فلانیون. گفت نه یه دونه دارم از اون بهتر. یعنی جالب، میگم مثلا رفتی تو اونو تلمس کردی که بدونی بهتر یا بدتر مثلا. گفتم بالا باشه اسمشونو بد ما استفاده میکنیم. خدمت شما عرض بشم که بعد دیدم آقا چرا شما فلان. گفتم این پسر خوب وقتی من دیدم تو خوندن اون روایت تجوید درست، قرائت درست، وقتی دیدم یه آدم انقلابی هستی، وقتی دیدم آدمی هستی که برای امام حسین 40 میری و فلان اینجور چیزا کارا، وقتی دیدم که اهتمام داری به بحث‌های اخلاقی، خب از نظر من تو الان عادلی برای نماز خوندن، بهت اقتدا میکنم. فراموشم نکن تو محکمات و مسلمات دینت اینه که نماز جماعت بخونی نه فرادا. این بنده خدا فکر کنم خورد تو در دیوار دیگه، ما همینجوری داشتیم میومدیم که تو خودت چرا نماز جماعت نخوندی. این بعضی ما روی بر مسئله ما اینجوری گیر میکنیم، دچار افراط میشیم، اون طرف تفرید سقوط میکنه. دین یک مثل یک اقیانوسه. اقیانوس دیدید یک سطح آب داره، یه شکله، تا تهش رو میتونی ببینی. درست شد؟ تا تهش رو میتونی ببینی. درست یک جاهای عمیق‌تره، اما این متعادله، ترازه. کوهستان نیست یه جا پایین باشه یه جا بالا باشه. اینا رو باید لحاظ بکنیم. ما خودمون اول باید اینطور باشیم و حواسمون باشه اینا عقل گریزن. عقل میگه باید متعادل باشی. در همین شرح جون عقل و جه توی ماه مبارک همینا رو بحث می‌کردیم. میگفتیم ما آدمی که خیلی مثلا چه می‌دونم یه خورده دین گریز و شل دینه رو غیر متعادل و دور از عقل و دور از عدل و دور از صراط مستقیم می‌دونیم، اما یه آدم خیلی خر مقدس رو این نمی‌دونیم. در حالی که هر دو تا منحرف شده. امام هم نظرش بود که این یکی خطرش بیشتره. چون این وجهه دینی داره، اون نه حالا یه آدمی مثلا با سر کلهش هم مثلا همچین حجاب درست حسابی نداره، بنده خدا یه کاری میکنه هیچ وقت به حساب دین نمینویسن مردم. اما این باشه اون چادری هم بودا سری میگن. روش دیگه اینه که اینا عرض کردن میخواد خب واضح هم هست شما چون تو سرفصلاتونه میگم، این که اینا باطل محض نیستن. اصلا باطل محض هیچ وقت جاذب نیست. امیرالمومنین میفرما شیطان یأخذ و میگیره من هاذه زخس، از این یه مش میگیره، از اینم یه مش میگیره، فیمز جان قاطی میکنه به خوردت میده. بی بی سی که اگه همش دروغ بگه که کسی به حرفش گوش نمیده، که اون وقت میشه آمد نیوز. مجبور یعنی دروغاش غلبه بکنه، باید بتونه 7 8 تا راست بگه، دو تا دروغ بگه. خب اینا هم حق و باطل رو با هم چیکار میکنن؟ قاطی میکنن به خوردت میدن. یعنی یه چیزی رو یا مثلا سفسطه میکنن، مغلطه میکنن. آدمی که واقعا سواد دینی داشته باشه، عقل گرا باشه، از اینا در امان مونه. عرض کردم یه دفتری ما داشتیم بغل دستمون چیز بود، فرقه بود. یه روز من رفتم درش برشم جو با ماست، رفتم نشستم اول یه چیزایی میگفت مثلا یه تسبیح انداخته بود گردنش تو دم شکمش گونده، یعنی دونای دور. یه ریش پروفسوری هم نبود، ریش پروفسوری بلند، خیلی بلند نبود. واسه خیلی هم آدم مهربونی بود، منم نمیشناخت، بنده خدا بدبخت نمیدونست که اینو کی رفته دفتر گرفته. ته فرقه بود. خب با ما سلام علیک داشتیم با ما، میگفتش که ببین لئن شکرتم لازیدنکم، روایت میخون، آیه قرآن میخون، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اگر شما کفران نعمت کنی به اون نعمت روزه خدا ازت میگیره. یکی از این نعماتو چی میدونست؟ زیبایی خانم ها. میگفت این باید شما محو تماشای اینا بشی. یعنی ببین چه جوری حق و باطل رو با هم داره قاطی میکنه، چه نتیجه بی خودی داره انجام میده. هیچی سر کلاسش هم نگاه میکرد یه همچی که داشت یه روسری دونه دونه داشت میافتاد بنده گونه خدا. یه ما پاشدیم اومدیم پیچیدیم بیرون. نه البته اینو آها این خیلی مهمه.
خیلی خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه. یکی از ویژگی‌ها اینه که دور کردن مردم از روحانیت و مرجعیت، از کارشناسان اصیل دینیه. شما الان تو اینترنت بزنید آقا رائفی پور از من دین نگیرید، من کی اومدم یه حکم فقهی بدم؟ سر در نمیاد. راجب اصول دینم که میدونه تحقیقی تقلیدی نیست، وظیفه همه ما راجب اصول دینم تا رفتم خودم تحقیق کردم، حالا میام ارائه میدم. اما باز هم از من طرف میگه آقا عوض امامت میخوام کار کنم، میگم برید آیت الله قزوینی مرکز تحقیقات حضرت ولیعصر و آیت الله میلانی مرکز امامشناسی میخوام. خیلی یعنی میگم آقا سورسون، آقا تفسیر قرآن، میگم بسم الله بنویس تفسیر قرآن میخوام. از تفسیر ساده آیه قرائتی شروع کن، نور، بعد تفسیر آیه مکارم، نمونه، بعد المیزان، ها همه داریم به کی رو سورس میدیم؟ به علما روحانیه. چون کارشناسان دینی هن، ولو شاید در بینشون یک اختلافاتی یه چیزی باشه، اما دقت کنید نگاه کنید، شاید بگی آقا همین مثلا جعفری تبارم روحانی بود، ها، یا فلان طلبه پایه پنجم ششم یا تازه مثلا از حوزه فارغ التحصیل، و شما در حد مرجعیت یه وقت چیز نبینید، این هنوز خودش باید کلی راه بره بنده خدا. خب نه دقت بشه، اما عقل جمعی مرجعیت ما در سلامته. شاید یه مرجعی بلند شه یه حرفی زد تو مارمزون گفتش که اگه خیلی تشنه شد یه قلد آب میتونی بخوری. خیلی ها از مراجع تو دروس خارجشون شدید سریع به این آقا حمله کردن، مثلا ایشون مثلا حرف خاص و عجیب غریب زیاد میزنه، تو بحث سیاسی هم متاسفانه مثلا این حرفایی میزده. اما دقت بکنید عقل جمعی مرجعیت اجازه نمیده. شما ببین عموم اینجا چی میگن، دقت کنید اون سواد اعظم چی داره چی میگه، اون سیاهی جمعیت میگن سواد از اونجایی که اکثریت هست، یه اونو دقت بکنیم. نه حواستون، مثلا کاری که همین فرقه یمانی میکنه همینه دیگه، میاد میگه آقا در آخر زمان مراجع و علما چی هن؟ آقا مگه نشید آقا ظهور میکنه این آقا اینا علما جلوی امام زمان میستن و فلان و امام، آقا کجاش گفته علما شیعه میستن جلوی امام زمان؟ اون کسی که اول کسی که جلوی امام زمان مثل عالم نیست، پس معلومه اون علماش به معنی چیه؟ اون علمی که مردم تصور میکنن. حالا خب این همه مفتی وهابی معلومه جلوی امام زمان نیست. خب معلوم اصلا شک نکنید جلوی امام زمان میستن. اما خب حالا حرف چیه؟ بعد نکته دیگه، بله ما تو برخی از روایات هم، بعد از اون طرف هم دیدم بازی که از اون ور بوم میفتن، بله ما تو برخی از روایات داریم که برخی از آقایان تو آخر زمان چپ میکنن، درست شد؟ یعنی اینقدر فتنه گسترده میشه. بعد یه عزیز اومده به این استناد کرده، اون یکی اومده گفت آقا چون فرقه یمانی از این روایت درست استفاده، شما دیگه نباید اینو بگید. اونم شوته، اونم از اون ور بوم افتاده. در این که اصل باید همین، آقا بیام علما چی میگن در مورد نماز بخونید، علما چی میگن در مورد حجاب حفظ کنید، علما چی میگن در مورد دروغ، علما چی میگن در مورد غیبت، علما چی میگن در مورد خمس، علما چی میگن، عموم چیه؟ یه حرف همش، والله همش یه حرفه. حالا یکی اون گوشه پیدا میشه یه چیزی مثلا عجیب غریب در مورد خمس میگه مثلا فلان، خب من مورد شازه، اون نباید مبنا قرار بگیره. در عصر غیبت ما اصلا توصیه شدیم به اینکه به سمت علما بریم. و از جانب خود امام زمان ما ارجاع شدیم، فرج و الی روات احادیث، برید اون کسایی که فهم حدیث ما رو دارن، حدیث فهمن، میفهمن کدوم حرف مال ما هست کدوم نیست، کدوم راسته کدوم دروغه، وزن اینا رو متوجه میشن. طرف یه روایت میگه، روایت در مورد ندادن خمس میچسبه به همون، بابا آقا 500 تا روایت این ور داریم میگه خمس بدید. نشه که یه گوشه دید. نه این روایت احادیث ما یعنی این مجموعه احادیث ما، کلام ما رو میدونه، مزه دهن ما اهل بیت دستشه، این مهمه. خیلی از این بحثا توی فرقه ها فراوان بوده. نکته دیگه شه این حالا خرافه پردازی، اینا رو واقعا باید ببینم به حرفای عجیب غریب و متأسفانه تو خانوم هم خیلی زیاده. این از این حیث، از این حیث خیلی این فرقه ها مثلا گسترش داشتن متأسفانه بین خانوم ها. طرف مثلا چه میگه نماز امام زمان با هم میخوندن تو خونش، نسیر نماز امام زمان، یه نماز مستحبی اما به جماعت میخونن، نه اینکه یعنی یکی امام زمان، نه یعنی با هم میخونن، همزمان با هم میخونن. زیاده بین مثلا ختم انعام میگیره نمیدونم چی، حالا بس بحث مهدویتش بگیم. بعد مثلا همونجا یهویی یه استکانی افتاده شکسته، استکان افتاده نشکسته، ببخشید
آقا از همون یک داستانی درست کردن، بیا ببین. نه این اصلا امام زمان من رو هوا استکان رو گرفت نعوذ بالله. خب رو مثلا استکان تو چیه اینا؟ من استکان من این نشکنا بوده. بعد ما بلند شدیم رفتیم همینجا استکان 20 بار بالا بودیم، چه فاصله بود؟ تاقچه بود. بیا تقیه این نمیشه کس تقیه، بیا من امام زمانم، بیا استغفرالله. ببین اینا رو حواسمون هست، یه چیزی گوش اینا دینو به یه استکان بند کن. رو دیوار ناودون آب داده، شبیه آدمی شده، بعد چون کامل هم نبوده که این آب بلد نبوده دستارم جدا کنه، گفتن این شبیه پیکر حضرت عباس، دستمال میمالیدن، نمیدونم چه. نه ما همونجوری که از دینمون محکم دفاع میکنیم، دیدی تو بحث خرافات هم چیه، بسیار قاطع میه. نه شره برو چیه، نسازید این حرفا رو. یک چیزی طرف برای یه حرفی برای خودش رسوم میاد باب میکنه، بعدم میگن آقا چی شد؟ آقا پرچم نمیدونم حرم حضرت عباس و حرم مثلا رو به هم مثلا باد میخوره، با طرف میره بین الحرم میره اینجوری داره باد میخوره. حالا یه بار آره دیگه بابا، دین مردم رو ضعیف نکنید. ما ارادتون به خاطر حضرت عباس محو امام حسین بود، حتما دلیلش اینه که بعدم باید این پرچم اینوری بشه؟ من چه حرفیه، به خدا به خدا قسم شأن حضرت عباس پایین آوردن. یک نفر یه خوابی دیده برای یه برهه‌ای خاص، اونو بیا تأمین بدی. اولا خواب که حجت نیست، بعد بیا اول حجتش کنی، بعد یه حجت مستمرش کنی. خیلی ها آقا میگه که چه مثلا میخواسته گلدستای حضرت عباس رو طلا کنن، هی میریخته، دوره میریخته. بعد حضرت عباس اومد تو خواب که آقا من آقا مثلا امام حسین گلدستم، من نباید کامل طلا باشم مثلا. مثلا این حرف در میخواد چی اثبات کنه؟ ما بگه امام حضرت عباس خوش از امام حسین پایین تر میره، خب خدا پدرتو بیامرزه، این که اصلا تو کربلا آشکاره، لازم نیست به این حرفا. درست شد؟ باش خب الان که رفتن گلدستار طلا کردن چی؟ اینا رو حواستون به خود، به این چیزا دامن نزنید. بعضی از این موارد هست اصلا بعضا من میبینم که حتی درسته ها، اصلا درست جوره، بازم نقل میکنم. یعنی این باب میکنه یه چیزی رو، فردا بیایید مثلا همین دوستان سر بحث تو کانال مهدی دارن یه سری داستانای صوتی دارن میذارن، یه خیلی داستان قشنگی هم مثلا یه بحث ملاقات با امام زمان گوشم، گفتم تو رو خدا من یه احساس خطر راجع به میکنم، بیاد یه فضایی رو باب بکنم، فردا بگم همه میبینن. الا اینکه فقط داستانهای قطعی محکم جوندار علمایی، مثل دیدار مثلا اینکه علامه هلی و همسرش مثلا، خب اون ماجرا برای همسرش نقل کرده علامه، یه چیز جوندار اینجوری که آقا به معنی نمک شیرینی باشه، نه که دیگه هر روز یه داستان. طرف اومد کتاب نوشت همین ملاقاتهایی با امام زمان، خودش جزء فرقا در اومد، دستگیر شد، یکی از آقایان قم بود دیگه، پسرش هم توی بحث سیاسی دستگیر شد. آرام آرام رفت و رسید به یه مرحله که دیگه قاطی کرد. شیطان رو کسی روز مهدویت میاد ویژه کار میکنه. حواسم باشه یک والا دوز چیزش خورده پررنگ شد، بخاطر این که من بگم چون دیگه از لباس شخصی ها که چیزی نیست، یعنی انتظار نیست، روحانیون باید این رو دقت کنه. یکی از این دوستان ما شاعره، شاعرام دیدی یه هنری چه شکلی هن دیگه، ریش بلند و موی بلند و اصلا یک سیگار با سیگار روشن میکنه، یعنی این آخریه بازم دومیشه فلان. میگم من تو حج بودم کنار خونه کعبه نشسته بودم، شب برای خودم خلوت که مثلا شعری بگم، میشم جا میگفت یکی از هم به من میگفت برو بهش بگو، یکی از همین آقایان معروف اومد کنار من نشست، میگه تا من نگاش کردم دیدم چقدر چهرهش آشناست، مثلا تو این هیروبیر بودم، میگه این دست گذاشت رو زانوی من شروع که گریه کردم، آقا جان من کجاها دنبال شما میگشتم، نگه این ریش و موهاش هم بلند بوده، الهی قربون اون خال گونت برم من نمیدونم فلانو. چی داره میگه این بنده خدا، یه خورده این ور یه خورده اون ور خجالت میکشیدم، کوب کرده بودم، یه فهمیدم منو با امام زمان اشتباه گرفته بنده خدا. خب میگفتم تنها روش اینه که دریوری بگم، خب یه چرت و پرتی بگم بفهمه از لغوی داد. میگه شروع کردم فوش دادن به آب و هوای عربستان، خب این چه آب و هوای، حالا چیزایی هم گفت اونجا که حالا من سعی نمیدونم بگم.
میگه اینه که گفتن در من خدا پیچید رفت. حسن نیت داره ها، در به در دنبال آقاشه، اما خب خدا وکیل همین آدم، انسان منصفی بود، به من گفته که من به شما برم بگم، اما همینو میومد علنی میگفت چیکار میخواستی بکن، میگو آقای فلانی اومد تموم بودی. در حواسمونو جمع بکنیم. این بحث مرید و مرادی اینا رو هم که عرض کردم خدمتون. آها یه بحث دیگه شم اینه که اینا چون تو بحث نشانا نگفتم درسته، بعضی از روایت از چند پهلوه، سخنان از چند پهلوه. ببین فرقش تو اینه، نگاه کن، یه موقع از طرف مجموعه روایت رو میخونه به یه چیزی میرسه، مثلا مجموعه روایت رو میخونه میگه آقا شام میریزه به هم قبل از ظهر، درست شو؟ آه سفیانی دار آقا نمیشینه جدون. یه موقعی هست میخواد این آدم رو به زور بگه این نماد چیه، سفیانه میره از تو روایت اونجوری که میخواد هر کدومو کج و کله میکنه برمیداره، مثل ماجرایی که سرای احمدی نژاد در اون گفتن شعیب بن صالح، گیر داده بودن که بگم مثلا او مثلا نقش، حالا چرا، چون مثلا ایشون یک کاراکتر مهدوی داشت، همه جا حتی تو سازمان ملل هم با اللهم عجل ولی کل فرج صحبت شد، خیلی کارو درستی بود، این از این نظر خوب بود، چه بود اصلا موجب حساسیت غربیام شد دیگه، اینا میگفتن جمله چی، اصلا بعد از احمدی نژاد این ماجرای ایونجلیستا حتی من از نظر من فضا رو بردن روی توبلف امام. برید شما سالها رو بررسی کنید، اصلا بعد از احمدی نژاد گفتن این چه جمله ای داره، میگه رفتن رو توبلف امام زوم شدن، اون بحثی که مطرح کرد. بعد به زور بیای بگی که حالا چون ایشون یا علامه عجل بگه حتما یه کاراکتری در آخر زمان حتما باید باشه، بگن ببین به هیچ کدوم نمیخوره، بگن خوش شعیب بن صالح، بابا شعیب بن صالح کوسجه، یعنی کوسه است، یه مدت به هاشمی میگفتن دیگه، میگفتن این شاه اون کار میگفتن مذهبی نظامی باید باشه، گفتن چرا این نماینده امام توی جنگه، یه مدت چرخیدن گفتن رحیم صفوی فهمد و سفاله، اون کوسه نیستش که ریش داره، گفت نه این یعنی خفیف اللحیه، این ریشش کمه. برای احمد نژاد شو که همین داستانا گفت، گفتم اون لبنانی یه چیزی به ما گفت، من اصلا فیوزامون سوخت، یعنی من گفتم اصلا هیچ، اینا که به درک، اینا که ول کن شرور داری، میگم درود به اون مخت، تو چه جوری ساختی، گفت توی آقای شعیب ابن صالح او صالح ابن شعیب. من اینو بهتون میگم در مورد شعیب ابن صالح فقط یک روایت داریم ما، متوجه شدید؟ که اون یه روایت هم اشتباه نکنم میگه شعیب ابن صالح از سمرقند میاد، همون شد رفت، بقیهش رو هواه، متوجه شدید؟ یه روایت سالم درست یک تونه بیشتنده، گفت توی روایت میگه شعیب ابن صالح او صالح ابن شعیب، شعیب پسر یا صالح، صالح پسر شعیب، گفتن تو یکیش نمیتونی بده کن، دوتاشو میخواد چیکار کنی؟ و گفت برادران تفسیر کرد و گفت شعیب به چی معروف بوده، گفتم حضرت شعیب این که دخترشو داد به حضرت موسی، این که قوم همین چیزی که قرآن میدونستم، گفت نه شعیب چیز بوده آهنگر به عدالت معروف بوده، گفتم من جای تو قرآن همه پیغمبر عادلن اما همه امام صادقن اما یکیشون امام صادقه، یعنی لقبشه، گفتم من هم چیزی ندیدم در مورد حضرت شعیب، گفت چرا دیگه، نمیدونم میگه که پیمانه ها رو اندازه بگیرید و اینا عدالت رو داره نمیسته، هی حرف گو از صالح چی، گفتم اون چی از صالح میدونم، این شطور رو از توی کوه بیرون کشید و این چیزا که تو قرآن، گفت اینا آهنگر بوده، اون دیگه نگفت چه جوری فهمید آهنگر بوده، حضرت داوودو میگفت واسه من قبول میکردم چون زره میبافته با دست شما، والا بگونیم چی میشه، گفت یه آدم عدالت محوری که فرزند آهنگره، همین چی شد؟ منظورش کی بود؟ آیا احمدی نژاد، گفتن خب اون چی میشه؟ شعیب بن صالح ابن شعیب چی میشه؟ گفت این دفعه آهنگره میاد اول، عادله میره دوم، اون موقع هم رئیس مجلس هم حداد عادل بود، آهنگر به عربی میشه حداد، عدالت ورز هم میشه عادل، یعنی گفت وقتی این عدالت ورز فرزند آهنگر با آهنگر اون وقت عادله بره بلو، من گفتم اینو که دارم یه چرتو بگم، درود به اون مخت انصافا، تو چقدر فسفر سوزون دینا رو در آوردی، خب یا عرفا چی چی، خب تموش رو حدو دادلم رفتم من زمرا پیک کارش، حالا اون مرد بنده خدا الان مونده لابد داره هنوز داره روایت بالا پایین میکنه، یا عرفا چی چی، دادن شأن و جایگاه دروغین به هواداران خود، اینا موجب استمرار شده دیگه، عین همین یارو قریبات بود چی چی بود در خوزستان اعلام کرده بود خداست، برخی از همه یارانش که پیغمبر بودن، چون میان پیغمبر دارن 124,000 تا 124,000 که میشه فعلا جذب کرد، خب برخی از یاران خواصش هم چیز شده بودن، اولوالعزما بودن، میگه تو ابراهیمی
من خود نه یادش میمد تو آتیش انداختنش نه مثلا چیزی، میگفت تو یک بار رفتی دوباره اومده روحت حضرت ابراهیم در توه. و اینم حال میکرد دیگه، تا دیروز محل فلانم تو خیابون کسی بهش نمیذاشته، از امروز شده حضرت موسی، برو کنا. و یه نه مثلا ببین این آدم میخواد به یه شأن دروغین اومده بشه. بی ثباتی در باورها و پندارهاست، این خیلی واضحه، گفتیم دیگه کلیتشه، واقعا بی ثباتن، افراط و تفریط دارن، از خواستهای نفسانیشون حمایت میکنن. ما یه جایی بردن ما رو، اون بنده خدایی که سخنرانشون بود مثلا صلوات که میفرستادن اینا، مثلا موقع صلوات همش یه کلار اینجوری بردن جلو، این چه کاریه ملت مردم صلوات میفرستن. بعد توی پارکینگ گرفته بودن مراسم و خانم‌ها اون طرف بودن، یه پرده زدن، یه بچه اومد دوید رفت، بچه کوچیک، گفت این نمیدونم چیه جن مالکیه اینجا تو هیئت. بعد همه خندیدن، ها ها ها، مثلا خنده نداشت، فوش داده این چه وضعش. بعد نگاه کردم حرفا، به جای قرآن اول جلسه حافظ خوندن. حالا یه آدم 60 ساله معمم سیدی هم در واقع قطب ایناست. گفتم اون چه و اینجا با قوشه، بعد با چیز هم میخوند، با چهچهه میزد و سنتی میخوند. ببین یه نفر میگه این چه کار رو اینا داره میکن، یارو حال میکرد مثلا اینکه برای چهچهه بزنه، میگفت آقا این استدلال رو حافظم چون حافظ قرآن بوده، تو اول جلساتو با حافظ شروع بکنی فرقی نداره، با قرآن شروع کردی. حالا مثلا آهنگ گوش کنم چه کاری، برو شجریان بذار، برو یکی دیگه بذار، قشنگ میشه صبح تا شب گوش کن دیگه. دوست دارن از این کارا بکنن، از این کارا میکنن. سوء استفاده از آشفتگی سیاسی اجتماعی، اول جلسه توضیح دادم که بله تو این برها باید بیشتر دقیقه، الان مثلا همچین مستعده بزنه 4 تا فرقه بیرون، دلار رفته بالا، الان مثلا یه فرقه دلاریه‌ای نمیدونم جهانگیریه‌ای مثلا بیاد بگه دلار 4200 مثلا بیاد به من رجوع کنید، اینا در میاد. برخی از اینا چیز ظاهری خوبی داشتن، مثلا کاریزماتیک بوده چهره، همین بابا تو همین نزدیکی میدون خراسان فرقه زد، کاظمینی بروجردی، اما میبیس به چه بزرگی، ریش بلند، چه شب رو مشکی فلان، گفتن آقا اون جلوه ساداتو مثلا ما در این میبینیم، میومد دری بریم، یک پایه بیشتر در سوزه نخونده بود، یه پایه بیشتر، همه زرب زرب و زربور تو تازه 3 سال بخونه عربی کامل یاد بگیری، همین زرب زرب و زربور یاد گرفته بود، اومده بود مثلا برای نونوای گفته بود رزقم کمه، نون بهش آیه نون و القلم رو داده بود، گفته اینو بذار تو نونوای درست می، نونه این نونو با اون نون یکی کرده بود. از این چیزا ارتباط با جنیان هم داشت، همینجا هم که می‌خواستن بیان بگیرنش کلی داستان شد دیگه، اینجا دعوا شد و طرفداراش ریختن و یک ماجرای و فلان بحثای شد. بعد یک شبی بدیم خبرگزاری چیز شبکه‌های سلطنت طلب دارن میگن چی آیت الله بروجردی کنتور نمیندازه، یه شبه رای 50 ساله رفت، اونا میان ازش دفاع میکنن. نتایجش اینم که این واقعا بدیش اینه که جامعه اون بحث چوپان و دروغگو میشه، یعنی بی ثباتی در باورهای دینی به وجود میاره. چی میشه اونی که برگشت گفت انقدر دروغ گفت واقعا هم گرگ اومده بود دیگه کسی باور، آفا بالاخره نشانه های صوفیانی یمانی اینا اینا جزه فردی که بگه آقا اینم از همون یمانی های دروغینه، این چقدر خطرناکه، کار دشمن همینه. مثلا این فرقه یمانی که قطعا توسط صهیونیست داره اداره میشه، خب اونا نقش دشمن، حالا جلوتر وقت بشه براتون میگم، اونا یکی از اهدافشون اینه. مردم دیگه مثلا 4 بار مثلا یه مداح یه کاری بکنه، میگه این مداحا، 4 تا روحانی یه کار بکنه، این آخوندا، این ریشوا، این بسیجیا، این هیئتیا، این مذهبیا، این ارزشیها، این چادریها، این فلان، ببینید 4 نفر آدم یه غلطی کردن، اگه اونجوری باشه عکسش باشه که اصلا که شما نباید نفس بکشید که صبح تا شب از این کثافتو داره ازتون میزنه بیرون. گفتم اونطور اینا ظاهرا از ما انتظار اسمت دارن.
صبح تا شب اخبار تجاوز و کثافتکاری و دزدی و دروغ اینو تو فراوون تو اونها داره میزنه بیرون. من تو اینا زارن درس کردم میگه چه نگاه کرد. سرمایه فکری رو از بین میبره، این خسارت عظیمی به پیروان اهل بیت میزنه، بدنام میکنه. من این طرف یه آدم ضد شیعه میگه خب چی شد اون زمان چند میتونه تا الان اومده؟ میگن دیگه باید چیکار کرد؟ باید از منابع معتبر آگاهی گرفت، باید وصل شد به جاهایی که درست راجع به این اصول صحبت میکنم برای من و شما. باید اگر من تو بحث مهدویت دارم کار میکنم، خب به آیه جایی هست مثل مرکز تخصصی مهدویت، آقا نظری تو سایت شما نظر دارم این روایت چی؟ شاید اختلافی هم باشه اون روایت ها، میدونی مثلا یکی دیگه استناد بکنه یکی دیگه نکنه، اما حداقل میدونی که چی در مورد این روایت یه همچه انقلتی چیه هست. همین خیلی خوبه، درست شد. اینا بریم کارو کنیم. ما باید بتونیم یک اکوسیستم مهدوی به وجود بیاریم، اکوسیستم مهدوی که همه چیش فراهم شده باشه، یک مهندسی فراگیر داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این مثلا ببین من خیلی دویدم تا بتونم همین چند تا مراسم مهدوی رو برگزار کنم و پوستم کندش، شما خبرند خدمت مراجع رسیدم، دستگاه امنیتی رفتم، این و اون میگفتم بابا این چه وضعشه تو مملکت شما درست کرد؟ تا یه نفر میخواد کار مهدوی کنه مردم بقیم که این یا حجتی است یا نمیدونم انحرافیه، جریان انحرافی. یعنی چی؟ چون یه جا یه کسی اشتباهی کرده ما اصل رو بذاریم کنار؟ این چه نگاه آسیب محوریه شما دارید؟ فرصت محور رو گفتم آقا ما میگه مهدویت انقلابی پرشور با را میندازیم، وایسید نگاه کن حالشو ببرید و خودمون آسیب شناسی میکنیم. بیاید بسم الله خود رفتیم گفتم آقا بسم الله خودتون بیاید منو بدینشو بیارید استادشو بیارید، ما حرفی نداریم از خدامونه. کجا تو کشور میدون امام حسین پر میشد برای امام زمان؟ ها کجا توی تمام شهرهای ایران تو هر شهر بعضن چند تا شب تا صبح اشک میریختن برای امام زمان؟ جمعیت هایی که توی مهدیه خیابون برسه به سر چهارراه خیابون رو ببندن با وجود تمام عدم هماهنگی ها و همکاری ها که نمی کردن، اذیت می کردن. و چی شد؟ حواسمون جمع شد آقا این مهدویت، مهدویت درست اصولی، استادش شناسایی میکنیم، حرفایی که باید زد بشه، این دعا اینقدرش خونده بشه، این دعا اونقدر. اصلا شما برخی از این مدعای عزیز ما باشون صحبت میکردیم گفت بابا ما طوله هیچ کی برای ما اینقدر چیز نذاشته بود، چارچوب نذاشته بود، اینو اینقدر بخون بعد اونو اونقدر بخون، این دعا اینقدر، این تو روایت الان توی مفاتیح گفته، اینو تو این روایت گفته، این طور این، یعنی قشنگ استاندارد استاندارد بیارید راه بندازید. کجا این اتفاقات خوب بیارن راه افتاد؟ ما بسم الله همین آدم های مهدوی از تو دل همین ها کلی مبلغ مهدویت در میاد. بسم الله استادشو بفرست ما راش میندازیم. ها بیا همکاری میکنیم دیگه. الان اتفاق افتاده یا نه همین دوره شما همینه دیگه. همکاری مؤسسه است با بنیاد حضرت مهدی موعود. که از جای زی صلاح برای انجام این کلاس ها دوره هاست. با تو این کلاس این چی داره یاد میگیره؟ این ضد انقلاب بار میاد؟ مهدویت غیر انقلابی یا ضد انقلاب از این در میاد؟ چرا اینا صبح تا شب شما مثلا بی بی سی میاد در مورد من مطالب می نویسه؟ چون دیده این خطرناک، این بابا خطرناک. چه خطری داره؟ این اکوسیستم مهدوی داره درست میکنه. شما بگم اونا من میفهمم اونا دردشون با من چیه. این داره فراگیرش میکنه، این داره مؤسسات رو سرخط میکنه. مشهد ما رو دعوت میکردن هر روز اینا با هم دعوا داشتن. ما مشهد زیاد میریم، مشهدی رو دوست داریم، اما تو امام رضا رو خیلی بیشتر دیگه طبعا برای زیارت داریم میریم، میگه این بهتر زیارت مفت برات میفته، بلیط خودشون میگیرن، هتل هم میگیرن، میری زیارت میکنی برمیگردی. کدوم آدم عاقلی نره؟ خدمت شما عرض بکنم که بعد میگم آقا بیا سخن حالا 10 15 تا مجبورن ما رو دعوت کرده بودن. من یه سال به امام رضا گفتم که عرض کردم آقا جان ما مخلص تیم هم را دور میخوام زیارت کنم. یک سال مشهد نرفتم. گفتم تنها شرطم اینه که بیام مشهد اینه که شما همتون با هم منو دعوت کنید. چند جا تا الان شما دیدی 4 تا هیئت با هم یکی بشن؟ ندیدی. اما یه هیئت رو دیدی بشه 4 تا. عکسش تو مشهد اتفاق افتاد. از همین 10 15 تا شروع شد. الان فکر کنم 150 60 تا اشتباه نکنم. مجموعه فرهنگی و مهدوی با هم یکی شدن، شده عهد همدلی.
من میرم مشهد براشون سخن بگم. اسم قشنگ گذاشتن عهد همدلی، هیئت امنا گذاشتن روشون. این تجربه رو میخوام تو تمام استان ها اجرا کنم. بگم وگرنه من نمیام براتون سخنرانی، بده یکی دیگر دعوت کن. اون کسی که منو قبول دارن بعد این حرفمو قبول داشته باشن، وگرنه من نمیخوام یه بخش یومن به بعضی اکفر رو به بعضی بخشم قبول کنه حرفمو، یه بخش قبول نکنه. بدونین چه برکاتی داشته این همه میبینید الان امروز مشهدی که از شهرهای شاخص تو حوزه مهدویت شده داره. اصلا کلاس ها رو قبل از همین تهران مشهد اول برگزار شد، پایلوت تو مشهد برگزار شد. چرا فکر میکنید؟ بادر همین اتفاق مبارک. بعد اکوسیستم مهدویت میبینید، احساسات سر جای خودش، علم و دانش سر جای خودش. تو همین تجمعات مهدوی مثل عید بیعت و فلان بنده محکم وایستادم که این به راه پیمایی تعریف نشه، تبدیل نشه. میبینید چرا؟ اینه که شما باید این طرف هم ببینی دیگه، یعنی یه زو ابعاد باید باشی وقتی میخواد طراحی کنی. گفتم فردا این راه پیمایی ها رو میذارن جلو راه پیمایی 22 بهمن. راه پیمایی مهدوی میخواد راه پیمایی 22 بهمن. مگه 22 بهمن برای چی میخواستیم؟ مثلا انقلاب برای چی میخواستیم؟ انقلاب که به امام زمان نرسه مرده شورشو بره، تعارف هر چیزی که به امام زمان نرسه، علمایی که ما رو بخوام به دین به خدا به امام زمان بسن کنم به چه دست عالمن. این مردم 40 سال این همه سختی رو دارن تحمل میکنن فقط برای یه شعار تا انقلاب مهدی. اصلا 22 بهمن شعار راه پیمایی، روز قدس راه پیمایی مهدوی، 13 آبان راه پیمایی مهدوی. بیا اینجا یه دکون دستگاه جدا درست کنی، انگار وقتی یه دکون دستگاه جدا اینجا درست بکنی یعنی اون نبوده. برای چه اینقدر ما داد میزنیم؟ من شما دیدید من خیلی توندم رو سر بحث مفاسد و اتفاقاتی تو کشور داره میفته، چه مفاسد سیاسی اخلاقی اقتصادی. چرا؟ چون میگم بیشرف ها شما دارید آبروی امام زمان رو میبرید، آبروی انقلابی که به نیت امام زمان زده شده بود رو دارید میبرید. شما تعارف هم با هیچ کدوم دارم گور پدرتون میخواد چپید راستید بالا باشید پایین باشید هر کی باشید همین که مثل موشک میبسد سینتون، بی خیال هم نخواهیم شد تو این مسئله. تا به یکیشون میپره اون یکی دادش در میاد، به اون میپره این یکی دادش میاد، گور پدرتون. فکر کنید هر کدومشون یه جایی دارن، یه دوگون دستگاهی دارن که بتونن فشار بیارن. ما هدفمون اینه که یک اکوسیستم زندگی مهدوی به وجود بیاد. وقتی تو بحث طرح مهر مهدوی دنبال چی ما؟ که بگیم تو کار خیرت هم معطوف به امام زمانت بشه، و همین که میخوای برای امام زمان کار خیر بکنی باعث میشه کار خیر بکنی. و گفتیم بگید به مردم آقا من کار برات میکنم، سلامتی امام زمان مثلا شما یه صلوات بفرست. حالا شما بفرستید دیگه محمد و آل محمد. طرف جلوی ما رو گرفت گفتش که آقا این مهر مهدوی من یه بنده خدای رو سوار کردم، وقتی تو افتادم پیاده شدم گفته که چقدر میشه کرایه، گفتم که هیچی، شما 5 تا صلوات برای صلوات امام زمان بفرست. اصلا گفته تعجب کرد، گفتم مگه از این آدم ها هم گیر میاد؟ میگفت خیلی هم چیز بود، امروزی بود اون بنده خدا. واسه تعجب کرد، گفتم مگه از این آدم ها هم گیر میاد هنوز؟ بله ما این کار کنم همین چیش با سر جاش باشه. برای امام زمان درس بخونه، گفتیم ازدواج مهدوی بکنه. یعنی چی؟ یعنی نگاهتون نگاه مهدوی باشه. اون خانمی که داره بچه بزرگ میکنه میگه من سرباز دارم تحویل، اون آدم که داره لوله کشی میکنه، که داره جاده درست میکنه، که کارش شغلشه، بگه دارم شیعه خانه امام زمان خدمت میکنم، خیر میخوام برسونم در نگاه امام زمانیه، دفاع بکنم از حرم، این یک نگاه مهدویه. ها همه چیت بشه امام زمانی، میشه اکوسیستم مثلا مهدوی. این یعنی نفس میکشی تو هوای مهدویت. شما از موقعی که تو این فضا آمدید مقایسه کنید راست و حسینیش تا چند سال پیشتون، چقدر اسم امام زمان تو زندگیتون ساری جاری شده، چقدر بخشی از مغزتون رو اشغال کرده این تفکر، این حرف که الان امام زمان راضیه، امام زمان راضی نیست، الان من دارم میرم این حرفو، چه بخشی از مطالعاتتون مهدوی شده، چه بخشی از گوش کردناتون که صبح تا شب میشستید اراجیف بعضن گوش میفرمودید، جسارتا حالا برخی رو میگم، خب الان چی شده؟ دارید سخنرانی گوش میکنید، منبر گوش میکنید، دا عهد ترک نمیشه، دای از اومال بلاتو میخونی، این نعمت نیست؟ این برای همه ما نعمت، همه هم اینجا موثرن، همه موثرن، همه قرار نیست موتور ماشین باشن که گفتیم بابا باد لاستیک، ماشین لاستیک هم نداشته باشه راه نمیره، باد لاستیک هم نداشته باشه راه نمیره.
شاید حتی یه جایی بدون موتور خلاصش کنی بره، بدون لاستیک نمیره بالا. مشکل ما اینه که همه ما میخوایم یه جا باشیم. بابا تو اکوسیستم یک چیز هر کسی یه نقشی داره. میبینی میگه آقا یه پشه رو اگر حذف کنی از هستی، عفونت دنیا رو میگیره. میگن چرا؟ میگه این باکتری هایی که با این کنار همین پاهاشون دو تا ناخن ریز دارن، زیر ذره‌بین نگاه بکنید، کیسه های جمع‌آوری باکتری دارن، اینا رو میبرن این ور اونور میشینن، باکتری که با هم یعنی متعادل میکنن، نمیزن یک جاروی عفونت. همین پشه به این کوچیکی، یه حشره به این کوچیکی، تو این اکوسیستم، تو این فضا، تو این اتمسفر برای تاثیر داره. یه بعد فکر همه چیش بود. بسیاری از مشکلاتی که امروز تو مؤسسات ما داریم به خاطر اینکه به عنوان آدم کار کرده فرهنگی دارم بهتون میگم دیگه، حداقل من بنده هیچ کاری بلد نباشم که نیستم، خدا شاهد چه ادعایم از تو این جلسه منم در نیاد آیا وقتا. اگه مثال میذارم، نخواستم غیبت از کسی بکنم، اما زمان دانشجویی 6 سال 7 سال فقط کارم فرهنگی بوده، بعدش هم 10 سال صبح تا شب سخنرانی اینور اونور کار فرهنگی. نتیجهش چی؟ یه بالاخره یه نفر 17 سال توی یه جایی کار بکنه تخصص بهش میدن یا نه؟ بسیار از مشکلات و مؤسسات ما همین چیزا رعایت نمیکنن. مؤسساتی که پیوست اقتصادی ندارن، هر کاری ما انجام میدیم باید یه پیوست اقتصادی کنارش باشه. یعنی چی؟ یعنی بگه بسم الله پولش از کجا میخوای بیاری؟ حالا جور میکنیم، خدا میرسونه. نه من لابد بقیه میرم برنامه ریزی میکنم، خدا نمیرسونه، شاید تو میرسونه. دیوانا، شما میبینید واقعا ما داریم که توی سامرا میرید به گداهاشون صدقه بدید، درست یا نه؟ به گداهاشون پول بدید. چرا کربلا رو نمیگه؟ چرا مشهد رو نمیگه؟ میگه سامرا اهل سنتن، میره اونجا پول خرج بکن که اونا میل داشته باشن بذار ظاهر بیاد. این فرق اهلیت با بقیه تو این چیزاست که پیوست مالیش هم دیده. ببین عربستان تجاوز کرد به نوجوانامون، عربستان منا رو درست کرد، چه باعث شد اینجا حمله کنن به سفارتش، درست یا نه؟ چون عربستانی ها زائراشون توی مشهد رفتن و یه حضور مالی هم داشت، چی شد؟ فلان کاندیدای ریاست جمهوری برگشت گفت آقا شما با ریختن توی سفارت عربستان باعث شد هتل‌های مشهد خالی شه. نه اثر اقتصادی، اثر مالی است دیگه. طرف میگه مؤسسه میذارن به هیچیش فکر نکرده. الان این همه چه میدونم دولت‌ها عوض میشن، چرا ما فرقی برامون نمی‌کنه؟ چون از اولام پول از اینا نگرفتیم. فکر نمی‌خواستم بدن. میگه مسئولین شورای شهر تمی تهران خودش بنده خدا با ماشین بلند شد اومد وایساد سر دروازه دولت، یه ساختمان 4 طبقه بود، گفتش اینو فقط 150 میلیون خرج تر تمیزش کن استفاده بکن. هزینه اجاره هم که دیدی چقدر بالاست دیگه. بعد دفترم چه میدونم یه جا بذاری برای تدوین، یه جا بذاری برای چی، یه چیز نگاه میکنی میری زیر 500 600 میلیون تومان، اصلا نمیتونی جای رهن بکنی، اصلا اجاره هم بدی که بیچاره. الان که یه کاری کردن که نمیتونی رهن کنی، نمیتونی اجاره کنی، موندی همینجوری لنگ در خدای میخواد چیکار بکنه. هر کاری کردن قبول نکردم، خیلی هم رو مخم رفتن و زنگ و فلان مردد شدم و گفتن بابا این اصلا برای کار فرهنگیه، این بخشی از این بودجه فرهنگیه. گفتم نمیخوام. بعدش چی شد؟ دونه دونه سنده اومد بیرون. دیدید؟ شهرداری به فلانی اینو داده، شهرداری به فلانی اونو داده، تموم بود دیگه. این گرفته بودی آب ریستتت میرفت اون جایی که امام زمان نگهت میداره، دلتو به دست میگیره. نه آقا مردمی کارو کم هست اما برکت داره. هر اینجا یه گزارش هزینه هم بدیم بد نیستش. خیلی جا همین هزینه کلاس های مهدوی، الان من میشم همین کلاس های مهدویت ما فقط نزدیک 13-14 میتونم پول سالون شده اجاره سن، که خیلی هم با ما را اومدن انصافا، دستشون هم درد نکنه. خب طبعا اینکه جا مفتی میشد چی میشد؟ کمتر میشد پول شما برگردونده میشه. من میگه آقا یه دوره مهدویت دارم میرم بهم سند مدرک میدم، میتونم بر مبناش برم صحبت کنم، چه آقا انقدر تومن؟ یا آقا چرا انقدر کم؟ ما بنا نداریم از شما پول در بیاریم که. کار شما همینه. دختر کمیته امدادی جلوی یکی از این بچه ما رو گرفته گفته برو به رایفی پور بگو گوشوارامو فروختم ریختم به حساب مؤسسه‌تون. شما دیگه میتونی بی تفاوت باشی؟
وقتی کسی که ظاهرا خودش باید بهش کمک بشه کمک کرد، دیگه این مانا میشه. آبش کم میاد برای این درخت اما هست، مستمره. قطره ای آبیاری قطره ای اما مفیده، فایده است، درسته. برای عنایت داشته باشید. اکثر هزینه ای که ما توی مؤسسه داریم میکنیم هزینه اجاره است که جا نداریم هر جایی هم نداریم. همین الان به شما بگم اگر بحث امنیتیش نبود من اصلا آدرس مؤسسه رو هم میدادم، بحث نیست، باکی نیست. اما بدونید یکی از محلات متوسط به جدا متوسط به پایین تهران داریم کارو پیش میبریم. خدمت شما عرض بشم که هر جایی هم که رفتیم مثلا گرفتیم 2 ماه 3 ماه بچه‌ها برافتن درست کردن، بنایی کردن که نباید این کارو کنه. مردان فیلم کام مثلا فلان 10 طبقه دفتر داره و پژوهشگاه فلان و نمیدونم خبرو نیست. اوج حواسمون باید باشه یه مقدار پول بذاریم کنار که این باز مثلا میخواد سر سال اضافه بکنه، یه پولی باید بذاریم اونجا، از الان باید ذخیره بکنیم. سر همین چقدر ما دعوا داشتیم خدا شاهده به فوش و فوشکاری کشیده که آقا ما اجازه داریم ماهی 5 میلیون بذاریم کنار که بشه سالی 60 میلیون تومان، که سالی 60 میلیون تومان تو قرارداد بستی 12% افزایش مثلا فلان داری بدی به یا بنده خدا صاحبخونه. آقا برو فتوا بگیر، این حبس مال، اجازه نداری. آخه خب چیکار کنیم؟ پس ما نمیتونیم ول کنیم. داستان ها داشتیم، دفتر مراجع به اون یکی بپرس از اون یکی بپرس نمیدونم چی. آقا بر روز مبادا مجبوریم یه قطعه رو بخریم، اگه بسوزه، ممکنه نسوزه هیچ وقت، اما اگه بسوزه کار عقب میره، الان باید بخریم یا نخریم. یک ریال از پول هایی که ما الان به بعضی از بچه‌ها تو مؤسسه وام میدیم، وام مثلا 4-5 میلیون تومان، یک ریال از پول های مردم تو اون واما نیست. اینو یه جای جدا من رفتم گشتم پیدا کردم، آدم رفتم پیدا کردم آقا یه سری بچه های هستن دارن کار امام زمان میکنن، راضی پول کمک کنی که به اینا وام داده بشه اینطور؟ خب یعنی ما مراعات جزئیات و سخت‌ترین کارها و فلان. آقا ما یه بخشی از پول اگه مثلا ما الان نگهش داریم، الان ریال داره همینجوری میاد پایین. الان ما به خدا یک از معضلاتمون همینه، میگه من خیانت به اون پوله نیست، مثلا چه میدونم 100 میلیون گذاشتیم کنار برای آخر سال، خب بعد بگیم که حالا چیکار کنیم؟ این مثلا 100 میلیون نه تا آخر سال دیگه میشه 30 میلیون، اینجوری که این دنده 4 زده داره گاز میده، تخت گاز میره جلو. خب دلار جهانگیری هم که به ما نمیدن، بعد اینو بعد چیکار کنیم؟ به خدا موندیم، هی زنگ میزن دفتر این مرجع، دفتر اون مرجع، بریم جای سرمایه گذاری کنیم، ما بریم دلار سکه بخریم. ما که آدم این کارا نیستیم که مثلا صحیح این کار صورت بگیره. ببین همه اینا به این سادگی ها نیستش به خدا. اما وقتی به یه طرحی رسیدی، به یه چیزی رسیدی، این باید داکیومنت بشه، مستند بشه، به بقیه ارائه بشه، یعنی آقا این کارو بکنید. برخی از این عزیزان که تو شهرها عملا نمایندگی ما هستن، ما یک ریال بهشون کمک نمیکنیم. میگم اگه تو نتونی تو شهر خودت زنده بمونی به درد ما نمیخوری، برو. یعنی تو همون شهر خودت نتونی درآمد داشته باشی به درد ما نمیخوری. اگر نتونی درآمدم یعنی چی؟ حالا میتونه طرف زرنگ باشه، بری زمینی بگیره وقفی بسازه، چه میدونم پاساژ درست بکنه، مغازه‌شو اجاره بده، باری کلا مجموعه بزنه، سه دهنه تجاری بندازه، آخه خیلی خوبه. این خبرا نبوده، واقفین نمیدونم کجان، با ما کاری ندارن. شما فکر کن میای تا ببین 6 ماه اسباب کشی داری، باور کن 6 ماه، 3 ماه قبلش باید شروع کن جمع کردن و باز بری اونجا مستقر بشی، بعدش سر ما هم زیر مثلا 2 سال جمع تا میبندی با دوره پاشی، باز یه هزینه فلان برای که یه جای ثابت نداری. الان مثلا همین جوره، تورم رفته بالا. من سخنرانی هم که این برنامه میرفتم مؤسسه 300 هزار تومان میگرفت برای سخنرانی، که مثلا تو شما چابهار هم بری 300 هزار تومان، که من گفتم همینم بردارید الان بزنید تو سایت دیگه نیست، گفتم همونم بردارید برای امام زمان خوب نیست آدم چیزی تعیین بکنه. بعد الان چند ساله؟ 6 ساله همون 300 تومان بوده که تازه من پارسال گفتم ورش دارید. بعد تو این 6 سال هیچی تغییر نکرد، میزان کمک ها تقریبا همون بوده، هیچ چیز ثابتیه، در حالی که دیگه اون این کمک 5 سال پیش یه اثری داشت، امروز 1/3 اونه. اما برکت داره کار موزمان زمین نمونه. اما این دلیل میشه آقا خودش میرسونه ما بی فکری کنیم. بعد اکوسیستم اینو ساخت مهدویتو، همه چیش باید لحاظ بشه. اومدن همینطور تو دولت احمدی نژاد چیز زدن، مؤسسات
حوزه یهود پژوهی، صهیونیست پژوهی، غرب شناسی اینا زدن. آقا دولت عوض شد، نگاه های روحانی خیلی محکم نبود تو این مسائل. 90% مؤسسات رفت رو هوا. من زنگ زدم آقای دکتر فکری داشت پشت تلفن گریه میکرد. چی شد آقا؟ دیگه دولت به اون پول نمیده. قبلا مثلا از ارشاد اون دولت میگرفتیم، از ارشاد این دولت نمیتونیم بگیریم. رو کردشون این نسیه رو کرده دیگه، خب میپره دیگه. چرا حوزه وابسته به دولت نمیشه؟ برای همینه دیگه، با وجوهات کارشو. ببینم به شما میگم، تا الان یک قرون خمس هم تو مؤسسه ما نیومده. کسی میخواد خمس رو بره علما بده؟ رفتن اجازه گرفتن که یک سوم وجوهات اون رو میتونه مؤسسه شما، بازم من قبول نکردم، نمیخوام. یک کسی جدای از خمس و زکاتش میخواد کمک کنه، کمک کنه. بعد تازه بعد دست اونم باز بذاره. طرف اومده پول داده، خدا پدرشو بیامرزه. آقا اینو شارژ ایرانسل بخر بده، بچه‌هاتون زنگ می‌زنن این ورون ورون. بیچاره شده بودیم تا یه سال ما شارژ تو جیبمون بود. آقا شارژ تموم نکردیم. نه. بیچاره بدبختمون کرده بود ما. یکی دیگه یه بار 300,000 تومان داده بود، گفته بود نوشته بود این کیک و تیتاب بخرید بدید به بچه‌ها. گفتم تیتاب هم نوشته، رانی ننوشته مثلا، حالا ساندیس هم ننوشته که بعد حتما کیک و کیک بعد بخریم. اونم بعد بریم تیتاب پیدا کنیم. تیتابم لامصب. دیدی چه جوری دیگه؟ بعد 30 سال هن روش زده نیو. دیدی 30 سال روش نیو هست. من نمیدونم اون نیو چیه اون بغل تیتاب. خب یعنی یه چیزایی مثلا تعمیم الان طرف میخواد اونی که میگیم آقا خدا پدرتو بیامرزه. مثلا آدم داریم تو حساب مؤسسه، باورتون شاید نشه، هر ماه داره 313 تومان میریزه. 313 تا تک تومانی ها، 500 تومان پول کارت به کارته. به خدا یعنی من دیوونه این آدمام، یعنی عشق میکنم. از این مالی میپرسم که هنوز داره میریزه، میگه آره آره این 313 هست هنوز. بنده خدا نصف کرده دیگه، عدد مقدسش بوده، دیده 313,000 تومان که نمیتونه بده. حالا 31,300 بده، اون صفرش زیاده چیزی نیستش، درست میشه انشالله. خب خواستم رقم مقدسی توی زندگیش مثلا باشه. دمش گرم. اما همون مستمر داره میریزه، خیلی جدیه. خب باید اینها رو لحاظ کرد، باید اینها رو ملاحظه کرد، باید اینها رو حواسمون جمع باشه. بخش بعدیش اینه که ما باید عرضم جمع بکنم آخرش دیگه، افشاگری بکنیم، حساسیت به وجود بیاریم. شما ببینید اولین کسایی که سخنرانی کردن راجع به یمانی دروغین کی بودن؟ ها، قبل از اینکه برخی از آقایان اصلا خبر داشته باشن. حالا میگن آقا اون صحبتی که شما 4 سال پیش کردی الان دیگه جوابگوی شبهات جدید نیست. خب باشه، اون موقع که بود که باشه، حالا یه موقع اینه دروغین دو صحبت میکنیم. ببینید بیمارن ها، مثلا نمیگه دمه دیگه اون موقع، مثلا میگه نه نه این شبهشون الان یه شبه این، یا اون 4 سال پیش بوده لامصب، اون موقع پیکان بوده الان برنزه، حالا بسم الله الان لازم باشه. بعد الان هم لزوم میاد اینقدر این مؤسساتی الهم درست شده، مثلا الحمدلله درست شده، در مورد اینا دارن صحبت. باید جلوگیری کرد از کارهای تبلیغی که اینا دارن انجام میدن. یعنی اون بخشش که دشمنی و این چیزاش باید باشه مخروج. دشمن هم پشت سر اینهاست. رسانه دارن، پول دارن، همه چی دارن. میان سوء استفاده میکنن. مثلا همین یمانی‌ها با هشتگ رائفی پور میان مطلبشون رو میذارن. میدونستید؟ تو اینستاگرام یهو میری مثلا رائفی پور میذاری، میبینید 150 تا پست در مورد اینا میاد. چرا؟ چون فهمیدن این کسایی که بحث مهدویه تعقیب میکنن مثلا صحبت رائفی رو گوش میکنن، بذار رائفی پور بزنیم که بیاد که جذب انجام بدیم. و جالب اینجاست که کاری که تحقیقی انجام شده ها، بسیاری از کسانی که جذب همین یمانی و فرق و امثال هم شدن، احمد الحسن شدن، کسایی بودن که در از غذا مثلا سخنرانی امثال بنده رو گوش نکرده بودن. اونایی که گوش کرده بودن کاملا نسبت به جریان احمد الحسن یمانی پیشنگاری داشتن. تا اومدن گفتم با تو رو که قبلا ما میشناسید، برو پی کارت بابا. باید سریع جنبید. بر اون موقع که مثلا بنده سخنرانی که آقا تو با سخنرانیات باعث میشی اینا معروف شن. گفتم چی من بر راجب خیلی از فرقه ها سخنرانی نکردم، چون میدونستم واسه صحبت من چی میشن؟ معروف میشن. اما بعضی از فرقه ها رو میبینم میگیره. جنس کار میشستم. الان داستان درست کردن زمین تخته. ببین الان کی اولین بار بود شنیدن دستشون بالا؟ خب الحمدلله. دو ساله
بعد میگه اصلا گفتن داره زمین، خب معلوم زمین کرویه، حالا یه چیزی ببینید میگیره یا نمیگیره. خب الان دارم میگم دیگه، ببینید میگیرید یا نمیگیره، که اصلا دروغ بهتون گفتن یه عمری و نمیدونم زمین کروی نیست و زمین تخت. و درد کجاست؟ اصل ماجرا که مال اون بره. چرا؟ چون تورات گفته زمین تخته. با اونش کار ندارم که اونا فلت ارس ها دنبال چی هن. یه انجام فلت ارس هست از قدیم 400 ساله، از زمانی که این نظریه کروی بودن زمین آمد، اونا محکم وایستادن و تورات رو شوت کرد اون باب اولش، اون بحثاش کنار، اینا محکم وایستادن. خب اما بحث بر سر اینه که چی؟ یک عده پیدا شدن آیه روایت دارن پیدا میکنن برای این کار. برگشتم بهشون میگم بابا تو 1% احتمال بده نیست، 1% نمیترسی از این که با دین مردم بازی کنی؟ فردا بیا برای مردم حرف دینی بزن، میگه برو بابا، یا میگه زمین کروی نیست، برو بکار خدا. این دشمن میاد کجا دست میذاره؟ طرف با نیت خیر، درد اینجاست. میبینی جامعه مخاطب این تفکر کیاست؟ میبینی بچه مذهبی هست. جریان یمانی تو کی اومد گرفت؟ کسی که اون زمان قبول داشت. خیلی دردآور از اون کسی که باید میمدن پاکار امر امام زمانشون میشدن، نشدن دشمن امام زمانشون. اون کسی که فهم دینی داره تو آسیب های مردم، اون که هندسه دین میفهمه، هندسه مهدویت رو یک اکوسیستم میبینه، نه صرفا یه روایت. آقا درست بود یا غلط؟ بابا عمو جان بیا بیرون ببین چه خبره، چی میگی تو؟ مثالی که براتون زدم توی یکی از نیمه شعبان ها چی بود؟ گفتم یک نفر بهش آدرس میدن، میگن آقا تهران خیابان حسینی، نمیدونم این طرف اون طرف فلان بالا پایین، آخر میریم مثلا میرسون بالا میرسون کهف و شهدا. یکی از فقط نشونه محور آدرس رو نگاه میکنه، خب الان حسینی این طرف، یه نفر از سوای این یه فهم هم کنارش داره که چی؟ کهف و شهدا شمال تهران. فلز اگه یه خیابان چرا گفتم در خیابان حسینی؟ به خاطر اینکه خیابان با این نام، با این نام زیاد داریم تو تهران، کوچه و فامیل زیادیه حسینی زیاد داریم. خب خدمت شما عرض میکنم، یک جا اگه دید این خیابون حسینیه اما داره به سمت جنوب میبردش، چیه؟ یه اشتباه دارم. ما کم ندیدم آدمایی که متاسفانه اساسا تخصصم تو ادبیات داشتن، ظاهرا طلبه بوده اما همین رو نگاه کرده شده عضو فرقه. من تو همین یمانیه تو طلبه ها کم جذب ندارم، اما اون فهم مهدویت، یه کسی مثل رهبر انقلاب فهم آخر و زمانی درست داشت، گفت ما باید در سوریه حضور داشته باشیم. یکی از آقایون روحانیون امنیتی کشور که از شغل بسیار مهم امنیتی داشت، اون رفت سخنرانی کرد، ارواح گذشتگانش که بحث مثلا آخر و زمانی و دینی هم داره سخنرانی میکنه، گفت ما تو سوریه نباید حضور پیدا کنیم. این همون نبرد قرقیسی ها سلفی با علوی کرد، تا یکی از شیعه رد شده یکی به شیعه مونده، با هم درگیر شده، ما اون بعد بغل بغل باشیم. اولا نه منطقه قرقیسی رو درست این آدم فهمید، نه فهم صحیح از دین داشت. خدای نکرده اگه جای رهبر انقلاب اون رهبر بود، الان ما کلاس ملاس کجا بود؟ الان نصفتون رو به اسارت برده بودن. یه حدیث در مورد نبرد قرقیسی ها شنیده کشته خودش رو در آن. اون فهم دینی که آقا یعنی چی؟ مگه میشه من برای مهدویت ضد اسلام بشم؟ برای مهدویت ضد مهدویت بشم؟ نمیشه که، نقض غرض که نمیشه صورت بگیره. دفاع از اسلام و مسلمین جزء چیه؟ اوجب واجبات. خون از دماغ مسلمان یه جبریزاد بری دفاع کنی. آقا این با این نشونه اینجوری نیست. اینکه اون هندسه ی دین رو باید دریافت. نمیشه شما راجع به مهدویت حالا تحقیق بکنی امامتت بلنگه، عدالتت بلنگه، توحیدت بلنگه، معادت بلنگه. باید برید تحقیق، بهتون بگم ها، وقت بذارید برید اصول دین رو کامل مطالعه کنید، تحقیق کنید، سخنرانی گوش کنید، منبر گوش کنید. نمیشه که من مهدویت الحمدلله بلدم. در مورد مهدویت سر در میاره، امامت سر در نمیاره. تازه امام مهدی امامه، یعنی شخص رو فهمیده، شأن رو نفهمیده، جایگاه رو متوجه نشده.
اینقدر من اینجوری آدم پنچر کردم که نگید. طرف نشسته شروع کرده آقا رفتیم نشستیم، پسر نشست تو ماشین با یکی از برادران اهل سنت بحث کرده بود، گستاد اجری اینجوری گفتش، من اینو گفتم تموم شد دیگه، ساکت شد، اگه حالی هم داشت میکرد. گفتم خیلی آدم بی سوادی بوده، چون مگه من بودم اینو میگفتم، بعد اینو میگفتم، بعد اینو میگفتم. رفت تو افق، بعد پیاده شدیم ما بریم، گفت وایستا جوابش چی میشه اینا، ریخ به هم، ریخ به هم والله. یه نفری که تو کار امام زمان میاد بعد معنوس با قرآن باشه، یه برنامه حتما بذارید. روزی گفتم الان برای شما 100 بار تو الان گفتم، بشینید یه روزی یه صفحه تفسیر قرآن بخون، تفاسیر ساده هم شروع کنید، تفسیر یه جلدی اومده الان دیدید تفسیر آیت الله مکارم برشان خلاصه کردن، یک جلد یه صفحه قرآن میخونی ترجمهش تفسیرش، یه صفحه دو صفحه بخون، چند صفحه از قرآن 600 خورده دیگه، خب هر روزی دو صفحه بخونی یه سال تمام، خیلی برنامه خوبیه، اصلا تفکرت نورانی میشه، به خود قرآن که از ویژگیش تفکر نورانی میکنه، نور تو قلب میاره، یهویی متوجه نمیشی یا آرام آرام میفهمی. مثلا دو ماه از قرآن خوندنت که میگذره، 6 ماه که میگذره، برمیگردی نگاه میکنی میگه عجب چقدر فرق کردی. ویژگی اهل بیت قرآن که نورن. شما بعضا بعضی از بچه‌ها میگم خودتون رو مقایسه کنید با پارسالتون، خودتون مقایسه کنید با 5 سال پیشتون، درسته روند بالا پایینی داشتید اما در مجموع تو صفحه نمودار بالا رفتید، خیلی ارزشمنده، اینو قدر بدون. خب طبق معمول من چی باید بگم الان؟ سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج امام زمان، قطب عالم امکان. انشالله که همه ما خداوند، همه ما رو خداوند متعال از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده. صلواتی نت بفرمایید.